بینندگان عزیز سلام، امروز چهارشنبه اولین روز از اولین ماه سال 2014، اول ژانویه 2014، و خیلی خوشحالم که باز هم هستیم در این سال جدید با شما باشیم. ساعت 2:02 بعد از ظهر به وقت شرق آمریکا، واشنگتن، نیویورک، و 11:02 به وقت غرب آمریکا و هر جای دیگه دنیا که هستید خودتون نگاه کنید. بعد سال نو شد و کلاهی هم بر سر ما رفت و این هم بوغی برای شما که سال رو با بوغ و شادی شروع کنید. این هم از این ماجرا. و اما دیشب در اجازه من یکم بیام بالاتر، به خاطر اون کلاهی که سرم بود مجبور بودم پایین تر برم که شما من رو ببینید. دیشب در رستوران سورنتو، جای شما دوستان بسیار خالی، به قول شیرازی ها جاتون سبز بود و خیلی خوش گذشت. اونجا همه دوستانی که دوست داشتن اونجا باشن بودند و ساعتهای مدید، ما مثلا از 9 شب رسیدیم اونجا تا 2 صبح، 5 ساعت موزیک و شادی و خنده و اینها بود که میگم اگر بودید که حتما میدونید بهتون خوش گذشته، و اگر نبودید جایتون خالی و امیدوارم در برنامه های آینده باشید. جا داره که از دوستان آقای جواد بنایی، آقای مرتضی بنایی و معبود عزیز سعید بنایی، خانم محبوبه و خانم سهیلا، آقای حامد، آقای سیامک، همه اینها تشکر کنیم که برای ما شادی میارن. من دیشب از خودشونم تشکر کردم، گفتم خیلی ممنون که هم برای ما غذای جان و جسم میارید و هم غذای روح. این موزیک غذای روح هست. این رو هم من از سرم در بیارم و گردنبند هوایی. امروز قرار هست با آقای شاهین سرتیپی مصاحبه داشته باشیم. من اون روز یک نوشته ای رو از ایشون خوندم. خیلی از شماها سوال کردید چند تا انجمن پادشاهی ما داریم، مگه ما چند تا پادشاهی به سلام لازم داریم، و چرا این دوستان به همدیگه نمی پیوندن و هر کدومشون میان میگن به سلام همه با من، چرا اینها خودشون به دیگران نمی پیوندن. با آقای شاهین سرتیپی تماس گرفتم، امیدوارم که ارتباط خوب باشه، چون قبل از برنامه که تماس گرفتم اون سکایپ نشون میداد که ارتباط خوبی برقرار نیست و باز هم جای تأسف داره که این دوستان به گفته های دیگران توجه نمی کنن. من از ایشون خواستم که قبلا با دوستان خودشون سکایپ رو آزمایش کنن، ببینن کیفیت نور، صدا، تصویر چگونه است، و ایشون خیلی ساده برای من سریع جواب نوشت که خب قبل از برنامه با شما امتحان میکنیم. من گفتم خب اول اگه قرار بود با من امتحان کنید که دیگه من نمیگفتم با دوستان دیگه. در اصل ببینیم، امیدوار باشیم که فعلا که پیام نمیگیره، یعنی قطع وصل نمیشه، بذارید دوباره تماس بگیرم. این هم از مشکلات برنامه زنده است و وقتی که میخوایم همون موقع، اینجا میگن ریل تایم، به فارسی میگیم فلبداهه، در آن واحد با دوستان تماس بگیریم. آقای شاهین سرتیپی اگه صدای منو میشنوید، ویدیو خودتون رو هم باز کنید تا ما بتونیم با دوستان ویدیو شما رو هم ببینیم و داشته باشیم. بله اجازه بدید ویدیو رو هم اکتیو کردن. بله بسیار عالی، اجازه بدید که من تصویر ایشون رو هم بدم به این سیستم. بله خب آقای سرتیپی سلام میکنم خدمت شما، به شما خوش آمد میگم به تلویزیون مردم، و لطف کنید یه مقداری از خودتون بگید که آقای شاهین سرتیپی کیست و ماجرای این انجمن پادشاهی چی هست و چرا ما این همه انجمنهای پادشاهی داریم، مگه ما چند تا پادشاه قرار داشته باشیم. بفرمایید. درود میگم به شما دوستان، جناب آقای سوری و همه بینندگان شما. در رابطه با انجمن پادشاهی، من خواهم انجمن پادشاهی سخنگوی داشته باشه، سخنگوی پادشاهی میتونم صحبت کنم. من تو مقامی نیستم که بکنم از انجمن چیزی بگم، و من ترجیح میدم که اون صحبت ها رو سخنگوی انجمن پادشاهی بکنم.
خب من مثلا وقتی که به عنوان یک ویزیتور، یک بازدید کننده رفتم روی فیسبوک، اونجا وقتی اسم شما هست زیرش نوشته سخنگوی انجمن پادشاهی، من به عنوان یک کسی که فارسی میدونم باید چه برداشتی داشته باشم از این نوشته؟ برگه من سخنگوی انجمن نوشته، مسئول خبری انجمن پادشاهی نوشته. اوکی. سخنگوی انجمن پادشاهی بانو رستم منطقی است. خب اجازه بدید من این رو تصویر رو بیارم. یک لحظه اگر گوشی خدمتتون باشه من این تصاویر رو میارم تا ببینیم که کجا هستیم و چه باید کرد. شما توی فیسبوک با اسم انگلیسی اگه بزنیم نمیاد، باید با اسم فارسی بنویسیم شاهین سرتیپی، بله؟ دقیقا. خب حالا بگید ببینیم اون چه، حالا شما سخنگو باشید چه شخص دیگری، اون اطلاعیه‌ای که دادید توش بیانیه‌ای مستور نیست، فقط نوشتید که اگر شما هم با ما موافقید به ما بپیوندید و نظرات و بیانیه خودتون رو بگید. اجازه بدید من بگم که من مثلا با شما موافقم، من اعلام همبستگی میکنم. آخه من باید بدونم همبستگی برای چی. بعد شما نوشتید بیانیه جان حفظ تمامیت ارضی ایران. بله شما یعنی با شخص با بله جناب سوری، من اگر اجازه بدید من یه چیزی رو بگم. بفرم. این بیانیه که ما، این چیزی که من فرستادم فقط به اسم شاهین سرتیپی، نه از طرف انجمن پادشاهی میاد و نه از طرف حزب و گروه و سازمان خاصی. بله. من یک شخص هستم که ایرانی هستم و به آب و خاک خودم علاقه‌مند هستم و جدا از گرایشات سیاسی که الان من دارم و شما دارید و بسیاری از دوستان دیگر دارن، من خودم یه همچین چیزی رو زدم رو بیانیه که روی پستی که خودم گذاشته بودم، شما میتونید اینو ببینید که نوشتم جدا از گرایشات و گرایشات سیاسی و مذهبی و هر چیزی که هستی، یعنی شما میتونید چپ باشید، راست باشید، مثل شما جمهوری خواه، پادشاهی خواه، مشروطه و هر چیز دیگه، فقط برای حفظ تمامیت ارضی ایران، پای انجمن، سازمان یا حزبی اینجا وسط نیست، فقط شخصه. در رابطه با خودم اگر بخوام بدونم، خب بالاخره من دوستانی که بسیار علاقه اگر داشته باشن میتونم که فیسبوک چک بکنم که من کی هستم، چه کار دارم میکنم، کار من بسیار روشن آشکاره و اینکه چیز خاصی فکر نمیکنم در رابطه با گرایشات سیاسی بخوام داشته باشم. در رابطه با حفظ تمامیت ارضی، اگر شما پرسشی دارید من در خدمتتون هستم. در رابطه با گرایشات سیاسی، من تو حوزه من نیست، تخصص من نیست که بخوام اینجا بازگو بکنم و من فکر نمیکنم به سر گرایشات سیاسی من اینجا الان دعوت شده باشم. بسیار عالی، ممنونم. اتفاقا چون اون اعلامیه‌ای که شما فرستاده بودید یا اطلاعیه در رابطه با ابو موسی بود و عکس جالبی هم بود، من نشون دارم میدم، از دوستان هم میخوام که از وبسایت فیسبوک شما دیدن کنن. نوشته که ابو موسی، بعد نقشه ایران، بعد پرچم ایران و اون نوشته شما و دوستان باور دارید که اگر کسی به شماها بپیونده واقعا تأثیر میذاره، یعنی دسیسه های دولت های بزرگ، این پالیتیشن ها، سیاست مدارانی که از بد و جوانشون توی کارهای کثیف و دروغ و اینها بودن، وعده های تو خالی، آیا اونها به نوشته ها، به تومار ها، به پتیشن ها عمل میکنن و اینها تاثیرگذار بوده؟ هیچ نشونه ای داریم که یک جایی مثلا یه همچین کاری تأثیر گذاشته باشه؟ میخوام ببینم باور شما چیه، چون آدم هر کاری که میکنه یه هدفی ازش داره. میخوام ببینم شما با این کارتون به هدفتون چجوری میخواین برسین، اون مراحل رو برای من توضیح بدید. جناب سوری گرامی، خدمت شما عرض کنم که اون هدفی که ما الان داریم دنبالش هستیم، جدا از اینکه شما روی خود کمپین هم تشریف ببرید ببینید که پستی که دوستان دارن میذارن از همه اقشار هست، یعنی جمهوری خواه هست، مشروطه هست، پادشاهی هست، کمونیست هست، چپ هست، راست هست، همه جوره هست، حتی داخل ایران توی دستگاه ایران هم هست. یه برنامه رو من بکنم هی روز که شما گذاشته بودید که میتونستیم توی قالب پتیشن میخوام بکنه به کار ببریم، یه اشکالی هست، ما چون اون چیزی که گذاشتیم احساسی نبود که بخوام که یه کمپینی ما رو انداخته باشیم و بگیم که حالا یه کمپینی ها بکنه.
داستان اینجوری بود که اگر به فرض مثال دارم میگم، خیلی هستن با جناب سوربی مشکل دارن، اگر امضای جناب سوربی رو به فرض اونجا ببینن نمیان امضا کنن، یا با شاهین مشکل دارن یا با هر شخص دیگه مشکل دارن. اگر به صورت ردیشن باشه امضاها معلوم میشه دقیقاً کیا امضا کردن. یک سری میتونن دستمایه این باشه که بگن که چون فلان امضا کرد ما نمیخوایم امضا کنیم. رو همین حساب ما همچین کاری رو نکردیم، خواستیم که با دست خط خودشون دوستان بیان بنویسن و اون چیزی که خودشون دوست دارن در حفظ تمامیت ارضی ایران، نه فقط سه تا جزیره، نه فقط ابو موسا، که ما الان کل ایران ما الان تو خطر تجزیه هست. شما میتونید که تقریبا بگم که دو هفته پیش یا سه هفته پیش دقیقا حضور ذهن ندارم، تو ورزشگاه شهید عزادی رشت پرچم روسیه برده میشه بالا، که ما اینو تو کمپین هم حتی آوردیم نشونم دادیم روی قدس آنلاین فکر کنم اگر اشتباه نکنم همچین سایتی رو زده بود که خودشون اومده بود اون پس نیروی انتظامی بود. ما الان توی شمال کشور مشکل داریم، توی آذربایجان ما این مشکل رو داریم، توی خوزستان این مشکل رو داریم، کردستان این مشکل رو داریم، سیستان و بلوچستان این مشکل رو داریم، که همشون یه جورایی این رژیم یعنی کاری کرده که ملت ما، مردم ما اون چیزا به قومیت‌های خودشون بیشتر دارن افتخار می‌کنن تا ملیت خودشون. یعنی کردها میگن که ما بودیم که ایران رو ایرانش کردیم، آذری‌ها میگن ما بودیم که هر جای انقلاب خواستیم بکنن. البته اینکه دارم میگم نه جنبه کلی باشه، کردها دارم میگم نه، ولی اونایی که دارن میگن دارم خدمت شما عرض میکنم. یعنی کردهای عزیزمون یا آذری‌های هموطنان عزیزمون بخوان خورده بگن، بگن ما اینجوری نیستیم، من اون اشخاصی که دارن میگن خدمت شما عرض میکنم که آذری، بعضی آذریایی که تجزیه طلب هستن اینا رو دارن میگن، کردها همینا دارن میگن، سیستانیا همینا دارن میگن، شمالیا همینا دارن میگن. آقای سرتیپی نهادینه شده، آقای سرتیپی اجازه بدید چیزایی رو که میدونیم اونها رو نگیم، چیزایی رو که من نمیدونم یا سوال هست بپرسیم. شما میگید که ما پتیشن ننوشتیم که اگر کسی اسمی بذاره دیگری بگه به خاطر اینکه مثلا سوربی هست من نمیام، ولی شما نوشتید انجمن پادشاهی، یعنی هر کسی بیاد اونجا اول باید انجمن پادشاهی رو تأکید کرده باشه. چرا برای این یه فیسبوک جدا درست نکردید که اسم اون حفظ تمامیت ارضی ایران باشه، نه انجمن پادشاهی؟ بعد چون الان اینجا رسم شده هر کسی میاد یه صفحه رو باز میکنه 2300 تا اسم و فرند و لایک و اینها میگیره، بعد میره از یه جایی یه پولی میگیره که آقا من اینقدر آدم روی به اصطلاح حسابم هست، یا حتی اسامی و آدرس و اینها رو میفروشن بابت کارهای چیز. سوال من اینه، شما میگید که ما نمیخوایم اینجا راجع به انجمن پادشاهی صحبت کنیم، راجع به حفظ تمامیت ارضی میخوایم صحبت کنیم، اون وقت اولین کلمه اون بالا انجمن پادشاهی است. شما این رو چجوری تعریف میکنید؟ خب الان من میتونم اینجوری به شما بگم، الان این ایده کمپین به ذهن جناب پارسا سوربی اومد. جناب پارسا سوربی به چه اسمی اینو بزنه بیرون؟ اسم جدیدی بوده، یعنی من پارسا سوربی نیستم، مثلا بهزاد دقیقاً چون توی فیسبوک شما میتونید پیج های مختلف درست کنید، قشنگ بنویسید حفظ تمامیت ارضی ایران، بعد شما یا من اون رو شیر کنیم با دیگران. یعنی من به نظرم میاد متاسفانه هم شما که جوان هستید هم دیگر دوستانی که سنی ازشون گذشته، به دلیل اینکه تجربه سیاسی نداریم، درس سیاسی نخوندیم، ما حتی نمیتونیم اقدامات و مراحل سیاسی رو درست انجام بدیم. ببینید شما اگه یه صفحه باشه، خب این هم متاسفانه مشکل اسکایپ. اجازه بدید دوستان من این مصاحبه رو بذارید بیام اینجا خدمتتون. این هم اسکایپ، بله این مشکلات رو داره متاسفانه. ما به این دوستان وقتی میگیم همینجا همین یک نمونه باشه که این دوست عزیز ما بگه آقا یه دوست من، یه هموطن من، داداش بزرگ من، یه پیرمرد این مملکت به من گفته اسکایپت رو با دوستت امتحان کن، صدا و تصویرت رو مرتب کن، منم دارم میام به طرف تلویزیون و میام صحبت میکنیم. من این رو حتی گوش نمی کنم، توجه نمی کنم. بهش میگن lack of communication، یعنی ما کمبود داریم در ارتباط برقرار کردن. ارتباط برقرار کردن یعنی چی؟ یعنی من میگم شما برو اون ور خیابون وایسا
من با ماشین دور میزنم میام سوارت میکنم، شما این رو توجه نمیکنی، من دور میزنم میرم اون ور، شما هم جونت رو به خطر میندازی، توی این شلوغی از اون ور میای این ور، دوباره من اون ور خیابونم شما این ور خیابون، یعنی دوتامون زحمت کشیدیم جونمونو به خطر انداختیم ولی lack of communication داریم، ما کمبود ارتباط برقرار کردن داریم، کمبود توجه داریم، همدیگر رو درک نمی کنیم. این دوستمون برای من میگه که دیروز که اگر اسکایپ خوب نبود با تلفن با هم تماس میگیریم، شماره تلفن نمیفرسه، شماره تلفن من رو خب من اسوم میکنم چون تلویزیون هست دارن، بعد میگن به من زنگ بزن، من میگم به کجا زنگ بزنم، من که تلفن شما رو ندارم. دوست نازنین، من خوشحالم که این فرصت پیش آمد مصاحبه با شما داشته باشم، ازت خواهش میکنم اگر میخوای کاری بکنی برای تمامی حفظ تمامیت ارضی، شما برو یه صفحه‌ای رو درست کن، اون صفحه رو شما خودت با اسم خودت بفرست بره، مسئول خبری انجمن پادشاهی بیاد بگه که یه صفحه‌ای هست درست شده برای این و ما این رو دوست داریم. مشکل ما اینه که من سالها پیش سال 2003 گفتم یه مهمونی اینجا بود که آقای تیمسار مدنی قرار بود اینجا باشن بودن و آقای رضا پهلوی هم قرار بود بیان و اینها رو آشتی بدن، من نمیدونم مگه اینها از هم قهر بودن. در هر صورت ما وقتی رفتیم داخل اون برنامه، من بودم آقای حسیبی، از هر کسی سوال میکردیم مسئول اینجا چی هست، میگفتن ما نیستیم. خب کیه؟ ما نمیدونیم. آخه اینجوری شما میخواید فعالیت کنید؟ شما جوان هستید، عمرتون رو دارید میذارید، عکساتون رو من الان نشون میدم اینجا دوستان، میرید خودتون رو به خطر میندازید، فعالیت میکنید، امیدوار هستید که اینها به اصطلاح چیز بشه، تأثیر بذاره، حالا یا اگر پناهجو هستید برای کار پناهجویی، پناهندگی، بعد اینجا شما در انگلستان اگه اشتباه نکنم و عکسای مختلف فیسبوک رو که دیروز لطف کردی برای من فرستادید، چون گفتیم که اگر اسکایپ مشکل داشته باشه این عکس ها رو نشون بدیم. آمریکا یاد به این میگن پلان بی، درست مثل لاستیک زاپاس. این کلمه زاپاس هم اگه یک کسی میدونه از کجاست برای ما بیاره، چون وقتی ماشین اومده تو ایران و اینها این کلمه زاپاس هم آمده و کلمه فارسیش چی هست بگیم، اینجا میگن spare tire. و ما پلن اولیمون که اشکال داره با دیگران در میون نذاشتیم، بدون اینکه دیگران ایرادش رو بگیرن و ما برطرف کنیم ایراد رو، آوردیم گذاشتیم فرستادیم. بعد حالا سوربی سوال میکنه که آقا میخونه اون رو، اونو میخونه، نوشته مسئول خبری، وقتی میخونه ایشون با من تماس گرفت میگه آقا من مسئول خبری نیستم. میگم آقا روی چیتون نوشته؟ روی فیسبوکتون نوشته. و این عکس رو من به شما دوستان نشون میدم، شما خودتون قضاوت کنید، من ممکنه فارسیم خراب شده باشه توی این مدت در خارج از کشور. بله اینجاست ابو موسا، ببینید ابو موسا این خط دوم زیر اسم شاهین سرتیپی نوشته مسئول خبری انجمن پادشاهی. من حالا امروز میخواستم بپرسم این انجمن پادشاهی کجاست؟ کجا به ثبت رسیده؟ آیا اینم مثل شورای ملیه که رفتن پول گرفتن و بعد رفتن گفتن اوپس ما نمیدونستیم که ما نمیتونیم سازمانی رو که میخواد براندازی کنه در کشور فرانسه به ثبت برسونیم؟ در هر صورت من واقعا متاسفم، با وجودی که سالها میاد و میگذره و یکی از دوستان سوال کرده بود سال جدید که میاد به عمر ما اضافه میشه یا از عمرمون کم میشه، من براشون نوشتم که به سنمون اضافه میشه و از عمرمون کم میشه. حالا نمیدونم، وقتی هم میریم دکتر میگه که همه چیز مثل قدیمه، میگم بله بیمه همونه، آدرس همونه، فقط سن ما رفته بالاتر، ما سنامون داره بالا میره و تجربه کسب نمی کنیم. یعنی تمام اشتباهاتی رو که خودمون قبلا رفتیم و به جایی نرسیدیم، تمام مراحلی رو
نه دوست عزیز آقای شاهین خان، اجازه بده یه وقت دیگه ای ما با هم صحبت کنیم، برنامه رو ضبط کنیم بعد نشون بدیم، چون اینجوری برنامه زنده باید اقلا 85% 90% مطمئن باشیم تا که کانکشن خوبه. تازه اون موقع باز اون 10% بعضی وقتا قوی تر از 90% هست و میاد میزنه قطع میکنه و این نمیشه. یا شما خودت اگه مایل بودی یه ویدیوی ضبط کن به مردم بگید شما کی هستید، وقتی میگید انجمن پادشاهی، این انجمن پادشاهی شماره 7090، شماره 5300، چند نفر در این انجمن پادشاهی هستن؟ چون همه این سازمان ها یکی یکی باورشون اینه که همه مردم با اونها هستن، فقط فعلا مردم نمیتونن حرف بزنن. میگم آقا اون بسیجی 800,000 بسیجی، نمیدونم چند میلیون پاسدار، چند میلیون حقوق بگیر، با خانواده هاشون، اینا با کیا هستن؟ شما با اینا میگن خب ما که مسئول نیستیم، شما برید با مسئول خبری صحبت کن. شما نظرتون چیه دوستان عزیز بیننده؟ امیدی هست به این اپوزیسیون ها؟ خب اینجوریه که آقای فیروز افروز یک نوشته ای رو نوشتن، من حالا اگه وقت بشه امروز، اگه نه جمعه براتون میخونم. ضمناً امروز آقای بابک هروی ساعت 4 بعد از ظهر به وقت به وقت واشنگتن و 1 بعد از ظهر به وقت کالیفرنیا برنامه دارن. اسم برنامه ایشون خبربین هست که وبسایتی هم به همین نام دارن. ببینید آقای فیروز افروز کسی هست که خبرها رو دنبال میکنه، تحقیق میکنه و بعد میره مینویسه. ما اشکالمون اینه که عادت به تحقیق نداریم، عادت به شایعه پراکنی داریم. ایشون نوشته بیخاصیتی سکولارهای خارج کشور. منشور نهضت سبز که توسط میرحسین موسوی صادر شد در حقیقت و در نهایت خواستار یک حکومت سکولار و کنار گذاشتن حاکمان مذهبی است. این خواست مردم ایران بوده و هست. من فکر نمی‌کنم آقای افروز همه مردم این رو بخوان، مخصوصا وقتی که آقای موسوی نخست وزیر آقای خامنه‌ای بوده، نخست وزیر جمهوری اسلامی بوده، در سالهای 60 که اون کشتارهای وقیع اتفاق افتاده ایشون نخست وزیر بوده، هیچ وقت به درستی درباره اونها صحبت نکرده. آقا شما رئیس چه دولتی بودی که اینقدر توش بیقانونی انجام شده و هیچ کس رو نیاوردی پای میز محاکمه؟ بعد از طرفی امروز هم نمیگه من این ولایت فقیه و اینها رو قبول ندارم، نباید باشه. شما میگی اینجوری که ایشون فکر میکنه هدفش اینه که به مرور به اصطلاح برطرف بشه. من فکر نمیکنم و من هم تا اونجایی که به قول آمریکایی‌ها آخرین باری که چک کردم ایرانی هستم و حق دارم نظر خودم را داشته باشم. خب من فکر میکنم ایشون فقط مشکلش اینه که چرا قدرت رو الان دیگران دارن و قدرت رو جناح اینها داشته باشن. در اصل 2 صفحه هست. امیدوارم که این دوستان همت کنن در سال 2014 نیو ایر رزولوشنشون، تصمیم سال جدیدشون این باشه که این نوشته های خودشون رو با صدای خودشون اونجوری که واقعا حق مطلب رو ادا میکنه، کجا باید مکس کنن، کجا باید فاصله بذارن، کجا باید صحبت کنن، کجا صدا باید بالا باشه، کجا صدا پایین، ضبط کنن با ویدیو با تلفن و من اونها رو با صدای خودشون با عکس خودشون اگرم نخواستن بدون عکس و اینها پخش میکنم و به نظر من اونجوری مؤثرتر خواهد بود و اثر بهتر و بیشتری خواهد داشت. در هر صورت باز هم ممنونم از آقای شاهین سرتیپی و متاسفم که تماس ما، اولین مهمان برنامه امسال ما، خوشحال بودم که اولین برنامه تلویزیون مردم مهمانش، اولین مهمون امسال یه نفر باشه که از انجمن پادشاهیه، تا به این وسیله ما به دیگران ثابت کنیم که درسته که من به این نتیجه رسیدم یا اینجوری فکر میکنم که پادشاهی دیگه قرن و زمانش گذشته و الان زمان جمهوریه، ولی به دیگران احترام میذارم، به دیگران حتی وقت میدم بیان اینجا صحبت کنن و اونها هم یاد بگیرن به دیگران وقت بدن. چرا؟
اگر باور داریم که مردم میفهمند و اونها هستن که قضاوت میکنن. یک بار دیگه امروز چهارشنبه اولین روز ژانویه، ماه ژانویه سال 2014 میلادی است و برابر است با 11 دی ماه 1392 امسال رو، این سال جدید رو بهتون تبریک میگم. هی بشینید بگید آخوندا بدن. ببینید حالا دو تا سال نو داریم، دو تا عید میگیریم. یکی از دوستان دیروز از شیراز با من تماس گرفت و گفت که اینجا هم آتش بازی خیلی کم، کوچیک، مختصر، ولی ترقه و جشن و شادی مردم در ساعت 12 شب همچنان ادامه داره به خاطر اون تحویل سال یا سال تحویل مسیحی ها. بهش گفتم قدیما هم اینجوری بود و خود مسیحی ها حتی میگفتن بابا شما مسلمونا از ما این شب ژانویه رو بیشتر چیز میکنین، به اصطلاح جشن میگیرین و میرید مهمونی و این ور اون ور. دلیلش هم اینه که ماها با خانواده و با دوستان و اینها مراسم به اصطلاح مذهبی اگر داشته باشیم یا نه همون خانوادگی دور هم هستیم، ولی شماها میخواین از این استفاده کنید و خوش بگذرونید و به اصطلاح مشروبی بنوشید. و اون موقع هم که مشروب آزاد بود دیگه، نور علی نور بود. این هم از این ماجرا. و اما اجازه بدید که دوستان از همبستگی برای دموکراسی و حقوق بشر در ایران نوشته ای رو فرستادن، من هم به عنوان سال نو و تشکر از این دوستان این رو برای شما بخونم و از این دوستان هم خواهش کنیم که در سال 2014 بیان و از تلویزیون مردم استفاده کنن تا با بینندگان و شنوندگان در سر تا سر جهان در تماس باشن. همبستگی برای دموکراسی و حقوق بشر در ایران. سال 2014 را شاد باش میگوییم. هم میهنان گرامی، از 35 سال گذشته که سرزمین ایران به اشغال گروهی انیرانی، من نمیدونم این انیرانی، چون بعضیا میگن امیرانی، بعضیا میگن انیرانی، من نمیدونم این یعنی کلمه انگلیسیه ان ایرانیان، اینو اگه یکی برای من توضیح بده ممنون میشم، منحصر و فرومایه افتاده است. شادی و پایکوبی نیز از جامعه رخت بربسته و سرنوشتی سیاه را از کرانه های خلیج پارس تا سرحد ارس و از شرق تا غرب بر پیکر میهن پوشانده اند. نکته این کلمه رو من نمیتونم بخونم متاسفم. در سال 1933 به گفته اسم شخصی رو نوشتن که نقطه‌هاش معلوم نیست، نگم بهتره. در سال 1933 در مجلس آلمان خطاب به سوسیالیست‌ها میگوید آزادی و جان ما را میتوانید بگیرید، اما شرافت ما را نمیتوانید دست بزنید. با بهترین آرزوها برای هم‌میهنان با شرافت و سرفراز که در مقابل اشغالگر ایستادگی کرده و زیر پوشش شوم فریبکاران ضد بشر نرفته و کرامت و فضیلت انسانی را پاس داشتند، دلتان شاد، بختتان پیروز و هر روزتان نوروز باد. همبستگی برای دموکراسی و حقوق بشر. من از این دوستان ممنونم. در رابطه با نیو ایر رزولوشن، یکی از دوستان برای من 5 تا چیز رو فرستاده بود که نیو ایر رزولوشن اینها به نتیجه رسیدن که بیشترین هست و اینها. من گفتم نیو ایر رزولوشن قبلا گفته بودم که با کسایی که نمیخوان قبول کنن حوصله بحث و صحبت ندارم اون بود. بعدا فهمیدم که اصلا نیو ایر رزولوشن ما نباید داشته باشیم، ما ایوری دی نیو رزولوشن باید داشته باشیم، چون هر روز که شما بلند میشی بر اساس اون حال و وضعیت و شرایط تصمیم میگیری که چه کار کنی. پس اینجوری نیست که بشه برای یک روز، برای یک سال تصمیم بگیری. و به همین خاطر هم هست که نیو ایر رزولوشن ها کار نمی کنه. اجازه بدید من تشکری داشته باشم از آقای داریوش احمدی و با هم پیام محبت آمیز ایشون رو بشنویم. بفرمایید. جناب سوربی درود بر شما، من داریوش احمدی هستم، از آلمان زنگ میزنم. راستم براتون حلول سال جدید میلادی رو تبریک میگم قبلا و براتون آرزوی تندرستی و شادکامی و صبر و حوصله‌ای که شما دارید امیدوارم که بیشتر بشه در سال آینده و
برای خودتون و خانوادتون مجددا آرزوی تندرستی میکنم. شاد و پیروز باشید جناب سوری. خدا نگهدار شما. آقای داریوش احمدی عزیز، منم از شما ممنونم. چقدر قشنگ شما روی، ببینید وقتی میگم این کلام و صحبت تأثیرش بیشتر از نوشته هست، من یک صفحه نوشته خوندم، ولی این کلام وقتی صحبت میکنه اونجایی که صبر رو چنان روش تأکید میکنه، صبر یعنی این صبری که شما داری باید بشه صبر ایوب تا بشه با دوستان و دشمنان، با مخالفین، با اونهایی که به دلیل اینکه مخالفن بدون هیچ دلیلی دشمن شدن، شما بتونی یک سال دیگر رو هم پشت سر بذاری. روز 30 دسامبر دهمین سال تولد یا پیدایش یا به وجود آمدن تلویزیون مردم بود. ممنونم از دوستانی که این رو به ما تبریک گفتن و امیدوارم که با کمک شماها اگر عمری باقی باشه 10 سال دیگه هم باز بتونیم با هم صحبت کنیم و اون موقع خبرهای خوش و بهتری رو از اینجا پخش کنیم. متاسفانه همین امروزی که از دوستان روی فیسبوک برای من یک ویدیویی رو گذاشته بود که باز حکایت میکرد از زندانی بودن دوستی به نام احمد کرمیار که بعد از 6 سال که در سوئد کار میکرده، زندگی میکرده، مالیات میداده، اجازه رانندگی و اینها داشته، براش مشکلی پیش آمده و الان در زندان هست. من از این دوستان خواهش میکنم وقتی اینها رو روی یوتیوب میذارید اون قسمت آگهی رو دیسیبل کنید، چون بعضیا وقتی میان اونجا آگهی رو میبینن میرن، حوصله‌شون سر میره، مخصوصا شما که دارید یک کاری به این بزرگی انجام میدید و مسئله جان یک نفر هست، مسئله آینده یک نفر هست. مثل برنامه سوربی نیست که اگه هر 10 دقیقه هم تبلیغ نشون بده دوستان یا بزنن اون تبلیغ رو ببرن جلو یا صبر کنن. شما میخواین یک پیامی رو بفرستید، برای این پیام فرستادنتون باید سعی کنید حداقل دیستراکشن چی میشه، چیزایی که باعث میشه این پیام ارسال نشه اونا رو به حداقل برسونید و چیزایی که باعث میشه این پیام شما پروموت بشه، رواج پیدا کنه، اونها رو حد اکثر استفاده رو ازش داشته باشید. در اصل برای اون دوستی که مصاحبه کرده بود در زندان با ایشون نوشتم، ازش خواستم که اون آگهی رو برداره تا ما هم اون رو در تلویزیون مردم نشون بدیم. ضمناً هنوز خبری از آقای بهراد هاشمزاده نداریم، امیدوارم آقای پدرام تناز تماس بگیره و بگه که شرایط ایشون چگونه است. بنده خدا از قبل از کریسمس در زندان سوئد هست، خطر دیپورت به ایران هست و من کاری ندارم که این دوستان فعال سیاسی بودن، هستن، حقیقی هست، برای پناهندگی این کار میکنن. من باورم شخصا بر این هست که هر کسی هر جای دنیا به هر دلیلی که میخواد زندگی کنه باید بتونه اونجا آزادانه زندگی کنه تا موقعی که اون قوانین شهروندی اون مملکت و اون شهر و اون محل رو رعایت میکنه هیچ چیزی نباید مزاحمش باشه. اگر این حقوق بشر رو بخونیم، اون قطعنامش رو میبینید که این گفته من تو اونجا هست که هر کسی آزاد است، هر کس هر جایی میخواد زندگی کنه و یه جا یکی گرمه، یکی یه جا مرطوبه، نمیدونم دوست نداره، میخواد بره یه جای خشک، یه جای سرد، یه جای خنک، یکی یه جا سردشه میخواد بره یه جای گرم، همه باید آزاد باشن و هیچ کدام از ما حق نداریم به یه کسی بگیم که اگر اینجا ایراد میگیری بلند شو برو اونجا. تمام چیزایی رو که ما امروز داریم ما مدیون هستیم به افرادی که ایراد گرفتن، درست کردن، امروز من و شما به این سادگی ازش استفاده میکنیم. یکی از دوستان نوشته بود که بله آقای محمد رضا پهلوی هم باید مثل پدرش رضا شاه پدر آخوندها رو در می آورد. من گفتم عجب، در این رابطه نوشته ای هست که آقای هوشنگ آریانپور، تیمسار آریانپور این رو ارسال کردن، در همین باره هم خیلی صحبت ها شده، اون رو در قسمت دوم برنامه اگر فرصت بشه میخونم. و دوستان خیلی جالبه که
و این باید این عیب رو برطرف کنیم. یعنی من میام یه جایی وای میسم صحبت میکنم، پافشاری میکنم، ولی همچین که یه نفر مخالف آمد و منطقی که داره میگه منطق درستی هست و ممکنه من رو به فکر بندازه، بگم حالا شما اونو ولش کن، به فکر فردا باش. خب اگه اینجوری باشیم دوست عزیز نیر خانم، آقای بابک هروی، دوستان دیگه‌ای که نمیدونم با دلیل و بی دلیل دوست دارید حمایت کنید، خب شما هم پس از آخوندها ایراد نگیرید، بریم به فکر فردا باشیم، فردا چه باید کرد. در صورتی که افرادی که نیک میاندیشن و نیک فکر میکنن، همیشه گفتن گذشته چراغ راه آینده است. از گذشته استفاده میکنن، با تجربیات امروز درباره فردا و چه باید کرد فکر میکنن. آقای صمدانی لطف کردن دو سه تا ایمیل فرستادن با دو سه تا ویدیو که ممنونم. اولا خیلی خوشحالم که نوه ایشون حالش بهتر شده، امیدوارم به زودی حالش خوب بشه تا ایشون وقت داشته باشه باز برنامه های تلویزیونیش رو ادامه بده. دوما از ایشون برای ایشون نوشتم والا همه این چیزها رو ما هممون میدونیم، برای همم میفرسیم، مشکل ما اینه که هیچ کدام نمیدونیم چه باید کرد و دنبال کسی میگردیم که بیاد به ما بگه چه باید کرد. اون وجود نداره. مثلا خود من نمیدونم چه باید کرد، ولی میدونم این مشکل ها هست. تنها کاری که میتونم بکنم این مشکل ها رو میگم، امیدم اینه که یه نفر بیاد بگه که چه باید کرد. آقای تیمسار آریانپور چند تا از این مراحل چه باید کرد رو پیدا کردن، نوشتن و این رو هم من سعی میکنم بخونم. اجازه بدید ببینیم که چی میشه و کجا میریم. خب دوستان عزیز، میدونید که ما دوست نازنین و همشهری داشتیم و داریم به نام آقای فرهاد پارسی، چندین برنامه در تلویزیون مردم داشتن و یه مدتی به خاطر دلخوری ایشون از من، و معمولا داداش بزرگتر نباید ناراحت بشه باید ببخشه، پدر هیچ وقت از پسرش نباید ناراحت بشه باید ببخشه، این هم جزء چیزایی هست که همون جوری که به ما میگن به بزرگتر احترام بذار، بزرگترم باید این بخشندگی رو داشته باشه. ایشون دلخور بود و صحبت نمیکرد و اینها. من فکر کنم به خاطر وساطت آقای ضیا مصطفی‌زاده که دوست نازنینی هست و من اینجا ازش تشکر میکنم، حتی آقای آریانپور تشکر کرده از من و تلویزیون مردم که به وسیله تلویزیون مردم با دوستانی مثل آقای ضیا مصطفی‌زاده آشنا شدن، من هم جا داره از اینا تشکر کنم. فکر کنم ایشون یاد آقای فرهاد پارسی آورده که بابا این سوربی هم هستش و شماها هنوز دوست هستید. ایشون لطف کردن و سال نو رو به من تبریک گفتن، من هم متقابلا به ایشون تبریک گفتم. امیدوارم ایشون و خانواده گرامیشون و خانواده بزرگشون ایرانی ها در سر تا سر جهان سال خوبی رو شروع کرده باشن و بهتر به پایان برسونیم. ایشون نوشتن به نام نامی خدایگان کوروش بزرگ. خب حالا دیگه کوروش شد خدا، نکنید این کار. آقای پارس هنوز سال شروع نشده میخوای کل کل کنی. با درود و سپاس فراوان به استاد و اندیشمند دیگر روز و امروز گرامی سوربی خوب کردار، فرستادن ایمیل گرامی ضیا صدر را سپاس میگذاریم. دیگر اندیش خوب اندیش گرامی ضیا صدر در مورد برگردان آریا و اهورا مزدا درست میفرمایند که به زبان لوری دری هم لوری و دری هم چنین گفته می شود. از اینکه شماری از دی سرایان ما به سبب نوش بیشتر هوش بیشتر، این فارسی وقتی می نویسید با بهنویس باید مجددا بخونید و تصحیح کنید، در صورت و بند بردگی توش بیشتر، توش بیشتر خود و بند بردگی برگردنهای بی مورد نوشته اند گمانی نیست و بدکاری تازیان بدنهاد و بدسیرت هم گزاف بر این باور، نوشته فرمان کوروش بزرگ در سازمان ملل گواه بر فرمان آزادی مردمان است. فرمان کوروش در میان کوریدور شورای امنیت و شورای ملی می باشد، اهورامزدا نگهدار شما باشد، فرهاد پارسی. من هم ممنونم از شما. در همین رابطه آقای ضیا صدر صحبت های زیادی کردن، امیدوارم به زودی بتونیم از ایشون استفاده کنیم در برنامه ها
و این رو بازش کنیم. هیچ مشکلی نداره. ایشون میاد بر اساس مطالعاتی که دارن، بر اساس تجربیاتی که دارن، اون خوندنی ها و اینها رو برای شما بازگو میکنن. شما به فکر فرو میرید، میرید تحقیق میکنید، بعد از تحقیق شما هم میاید نتیجه تحقیقتون رو میگین. This is weather clip Dubai New Year. بله، دبی بهترین آتش بازی رو دیروز برقرار کرد و در رابطه با آتش بازی هم خانم الهه قوامپور یه نوشته ای رو نوشتن که اجازه بدین من اگر بتونم اون رو بخونم. نوشتن در حالی که این پولها خرج میشه آتش بازی اینها، تعداد زیادی در کشورهای مختلف شبها گرسنه در سرما و گرما میخوابن و این در همه جای دنیا هم هست. همین دبی که همه دوست دارن برن اونجا زندگی کنن، از همین امسال هتل‌ها برای شب سال 2015 رزرو شده، شب 5000 دلار و 3000 دلار. در همون دبی عکس‌هایی هست که نشون میده کارگرای کشورهای دیگه به چه وضع فجیعی مثل قرن عصر حجر زندگی میکردن. این عصر حجر هم یه توضیحاتی داریم، عصر حجر، پیش از حجر، بعد از حجر، در این موارد هم صحبت خواهیم کرد. متاسفانه من منتظر بودم که اون دوستی که 16 دقیقه پیام گذاشته بیاد و صحبت کنه، ولی این دوستان به نظر میرسه از این تلویزیون به اون تلویزیون به اون تلویزیون و فقط کارشون پیام گذاشتن و رفتن هست و ادعای این که به اصطلاح خیلی چیز میدونن، خیلی چیز بلدن، ولی وقتی که پای عمل میاد صحبت زیاد عمل کم. به همین خاطر میگن ز صحبت کم کن و بر مبلغ افزای، یا میگن که به عمل کار براید ز سخنرانی نیست، یا ز عمل کار براید به سخنرانی نیست. خیلی آخوند نکته‌ای نشید تا بریم به کارمون برسیم. بله، میگن که دبی فایرورکس بریک دی رکورد لاست نایت، میگه رکورد رو شکوند و خب خیلی هم خوب. حالا بعدش چی میشه؟ خود آمریکایی هم میگن then what, please call me, okay, مرسی, too late. الان دیدم و الانم برنامه دارم، امروزم تا ساعت 6 بعد از ظهر به اصطلاح کار دارم. خب در ژاپن یه عکسی رو گرفتن که ماشین پلیس رو بوت زدن. این بوت کلمه پوتین بهش میگن، بوت، کف، چکمه، ولی یه بوتایی هم هست که به ماشین میزنن لاکش میکنه. اگه شما تیکت چیتو نداده باشی، جریمت رو نداده باشی، یه مشکلی داشته باشی و اونها نتونن شما رو با پای خودتون بیارن و جریمه رو پرداخت کنید، یه جایی ماشینتون رو وقتی میبینن این بوت رو نگاه کنید چقدر قشنگ به ماشین پلیس زده و نمیدونم چرا. حالا چون پلیسا معمولا خب ماشین مال یه نفر که نیست، که مال مردمه، و اگر یه پلیسی هم تیکتی گرفته اشتباهی بوده نداده، حالا ممکنه با این ماشینه نباشه. اون کسی که اومده این رو بوت زده، من نمیدونم انتظارش چی بوده، ولی نشون میده که ژاپن شوخی نداره و به همین خاطر هست که بعد از اون ماجرای جنگ جهانی دوم و بلایی که سر ژاپن و آلمان و اینها اومد، میبینید که الان اونها، آلمانی‌ها، یکی از به اصطلاح کشورها و مردم هم متمدن جهان هم پیشرفته هستند. البته در همین رابطه هم باید ببینیم چه نرخی و چه هزینه‌ای رو پرداخت کردن. میگن در ژاپن به خاطر فشارهای کار و فشارهای ذهنی اون درصد خودکشی خیلی بالا هست. اگه سعید امروز برنامه رو میبینه لطف کنه برای من بفرسته این درصد خودکشی ژاپنی ها که بخونیم به نسبت دنیا چه خبر هست و نیست. دوستان عزیز اجازه بدید من چون این رو نشون دادم ممکنه خوب دیده نشده باشه، یه بار از نزدیکتر بهتون نشون بدم که ما اینجا هر صحبتی میکنیم سعی میکنیم مستند باشه. این عکسی هست که من از، ببینید اینجا نوشته شاهین سرتیپی مسئول خبری انجمن پادشاهی، بعد من اون خبر رو که خوندم ایشون الان امروز میگه که یه نفر دیگه هست. من نمیدونم این، اون وقتا میگفتن مورچه چیه که کله پاچش چی باشه. این انجمن ها چند نفر عضو دارن که یکی رئیس پرداخته، یکی رئیس دریافته، یکی رئیس
تشریفات، اون وقت میشه مملکتی که برای تشریفاتش برای دربار وزارت دربار داشتیم. وزارت دربار یعنی شما فکرش بکنید ما مثلا اینجا وایت هاوس مینیستری داشته باشیم، مثل وزارت آموز پرورش بعد وزارت داشته باشیم، وزارت کاخ سفید. اینقدر مسخره بود و اینقدر کسی توجه نکرده بود. نتیجهش این میشه نسلی که الان هم که بلند شده آمده اروپا و آمده انگلستان و آمده آمریکا، فقط فکر میکنه با یه تومار نوشتن اون عرب و اون شیخ و اون سیاست های کثیفی که دنبال این هستن که این سه جزیره رو زیر رو کنن و ابو موسی رو جابجا کنن و فلان اینها، اونها تا 5000 تا بنویسیم میگن آقا این 5000 تا اینجا اسم نوشته، ما میترسیم، ول کنن برن. یک دونه پتیشن به من نشون بدید. من یه دفعه برای آقای اوسانلو نوشتم، چون آقای اوسانلو ازش سوال کردن توی مصاحبه های وایس آف امریکا که آیا این مصاحبه هایی که با رادیو و تلویزیون های خارجی میکنی وقتی که در زندان هستید در ایران هستید مؤثر هست؟ ایشون گفت که بله، بعضی وقتا به همین خاطر جون اون زندانی حفظ میشه و میترسن اون رو بکشن. بعد دیدیم که چقدر ساده برادر خودشون به اصطلاح از بین رفت و من اتفاق از ایشون خواستم که اگر دوست داشته باشن بیان صحبت کنن، ولی دیدید که آقای شاهین سرتیپی حرف خیلی قشنگی زد، گفت بعضیا مثلا میگن آقا این چون این آقا اونجاست من نمیام، مثل اینکه شما یه رستوران خیلی خوبی باشه یه نفر آمده باشه اونجا نهار بخوره، شما بگید به خاطری که اون نشسته روی میز اونوری، چرا میگیم نشسته روی میز، نشسته روی صندلی پشت اون میز، من نمیرم اینجا نهار بخورم. به کی ظلم کردی؟ به خودت ظلم کردی. ولی اون که اونجاست، شما بیا، دوستات بیان که بلکه اون بگه به خاطر اینو 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 این من نمیام. شما کیو شکست دادی به خاطر اینکه سوربی اینجاست نمیری؟ شما خودت رو شکست دادی. ولی اگر میتونستی و به خودت مطمئن بودی، شما میرفتی، دوستاد میومدن، اون میومد، اون میومد، شما سوربی رو شکست میدادی. حالا شکست دادن رو هم بزنیم کنار، از میدون به در میکرد. در رابطه با این شکست دادن و از میدون بیرون کردن و بیرون بردن و اینها، اجازه بدید من یه مقداری امروز درباره دوستمون، اول ببینید رفتیم سراغ، اول به مخالفا احترام گذاشتیم، رفتیم سراغ مخالفینمون که انجمن پادشاهی بودن و دیدید که متاسفانه تماس برقرار نشد، و حالا میایم سراغ دوستان. بذارید من اینجا این رو اینجوری نشون بدم که وقتی صحبت میکنم یه کمی سال نو شده، ما دیشب تا 2-3 بیدار بودیم تا اومدیم خونه دیگه 4-5 صبح، حالا یه کمی امروز به قول آمریکایی ها زنگ زده هستیم. اینا میگن راستد، یعنی زنگ زدی و درست کار نمی کنی. میدونی مثلا قیچی که زنگ زده باشه درست نمی چینه، چاقویی که زنگ زده باشه تیغش کلفت میشه، درست کار نمی کنه. اجازه بدید من با نشون دادن این بحث رو دنبال کنم و بریم سراغ فیسبوک و اینکه چرا ما ایرانی ها بلد نیستیم ازش استفاده صحیح کنیم و به اصطلاح چه باید کرد. اجازه بدید من این رو بیارم اینجا تا روی اون پوشیده بشه و شما ببینید که ما میخوایم راجع به چی صحبت کنیم. آقای سعید کاووسی، دوست نازنین ما که سالهای سال هست، من ایشون رو فکر کنم بیش از 20 سال میشناسم، خب خیلی فعال هست روی فیسبوک، مثلا رانندگی داره میکنه مینویسه، تکس و فیسبوک و مسیج و تلفن و اینها. من بارها گفتم امیدوارم براش اتفاقی نیفته، سال 2013 رو به خوبی پشت سر گذاشت، امیدوارم سال 2014 اتفاقی براش نیفته. ولی آیا به دعای سوربی این به اصطلاح اجرا میشه یا نه، اون رو بعداً متوجه میشیم. ایشون خب مثلا توی آکشن هستن، توی حراج ماشین، از همونجا یه عکس میفرستن برای دوستان که آقا این ماشین بی ام و رفت اینقدر، اونم زیرش اینجوری مینیسه، اونم اون نیسه، ایشون هم باز جواب میده. در این نوشتهایی که من توی فیسبوک میذارم خودتون برید نگاه کنید ببینید سوربی یه صفحه داره مال خودش،
یه صفحه داره مال تلویزیون مردم، یه صفحه داره مال مردم ریپورت دات کام، یه صفحه داره مال فوزول تی وی دات کام، یه صفحه داره مال مردم تی وی 2012 که یه سری ادمین گذاشتیم اونجا که اون دوستان هم متاسفانه خودشون همون یه روزه تموم شد و اونجوری که ما مایل بودیم به اصطلاح کمک نکردن. اینه که من میام اینجا یه چیزی رو می‌نویسم، مثلا از آقای آریانپور یا از آقای ضیاء صدرالاشرافی یا از آقای مصطفی زاده یا از آقای فرهاد پارسی یا از خانم بنفشه نون از پاریس، این رو می‌نویسم و میرم حالا بده دست دوستان و دشمنان. اون یکی میاد روش یه چیزی می‌نویسه برای من، اینجا میگه بلیپ فلانی رفت یه چیزی نوشت، من میرم میبینم نوشته، خب من زیرش یه چیزی می‌نویسم، میام اینجا یکی دیگه میگه بلیپ اون یکی هم رفت رو نوشته اون یه چیزی گذاشت، دوباره میریم اونجا. این نوشته ها بعضی وقتا از این صفحات به صفحات دیگه شیر میشه، یعنی با هم در میون میذارن با یه دکمه یا کاپی اند پیست میکنن. آقای سعید کابوسی من بهش پیشنهاد میکنم به جای جمپینگ از این شاخه به اون شاخه، ببخشید پریدن از این شاخه به اون شاخه به اون شاخه به اون شاخه که بعد نفهمه داره با کی صحبت میکنه، نفهمه برای کی داره مینویسه و اینها، یه مقداری بیشتر وقت بذاره، خودش رو محدودتر کنه با یه صفحه دو صفحه یه نوشته دو نوشته یا پنج تا نوشته در روز خودش رو محدود کنه. اینو داشته باشید. روز جمعه بود، نه امروز چهارشنبه، روز دوشنبه است، یک خانمی به نام بهار آزادی آمده زیر، دوستان ببینید من عکس رو نشون میدم که خودتون ببینید، اینجا عکس آقای سعید کاووسی و نوشتش هست که درباره خانم بنفشه صحبت کرده، خانم نیر درباره اون نوشته صحبت کرده، بعد آقای کاووسی صحبت کرده، زیر این خانم بهار آزادی صحبت کرده نوشته و یک عکسی رو که مربوط به مکالمه تلفنی یا تکست تلفنی هر چی که اسم شما میذاری نوشته تلفنی بین ایشون و آقای سعید کاووسی بوده که من فعلا کانتنت یا محتویات این رو نمیخوام اینجا بگم و بخونم ولی روی فیسبوک هست میتونید برید پیداش کنید، این رو گذاشته. بعد این زیر باز نوشته ای از خانم بنفشه نون، چون ایشون روی فیسبوک حساب ندارن، پیج ندارن، مشترک نیستن، از من خواهش کردن من گذاشتم. ببینید تا امجا یعنی سوربی کاری به این نوشته ها نداره، آمده این رو گذاشته. همون موقع آقای سعید کاووسی آمده، دوستان درست دقت کنید، سعید کاووسی یک، سعید کاووسی دو، قبل از ماجرا دیدید تبلیغ میکنن میگن before surgery after surgery، حتی ساعتش رو اگه بخواین اینا وقت و ساعتش و همه چیش اینجا هست. همون موقع آقای سعید کاووسی آمده این رو گذاشته. حالا این چیزی رو که خانم آزادی گذاشته من خوندم نخوندم خبر ندارم، خبر دارم بمانم. چند تا از دوستان ایشون با من تماس گرفتن از جمله خانم غزال اگه اشتباه نکنم و گفتن که آقا شما که با آقای کاووسی دوست هستید؟ گفتم بله هنوزم دوست هستیم. چی شده؟ گفتن شما این نوشته رو نباید، این چیز خصوصی بین ایشون و خانم بهار آزادی رو نباید بذارید اونجا. گفتم چی رو میگید؟ وقتی صحبت کردم گفتم که این رو وقتی ایشون گذاشته اگر آقای کاووسی اشکالی داره باید به من بگه، بگه آقا این ساختگی دروغی قلابیه، تا منم به اون بگم این ساختگی دروغی قلابیه، ولی شما نباید این کارو بکنید. شما که این کارو دارید میکنید، عذر میخوام حرف اینو میگم، شماها شدید شعبون بیمخه. آقای سعید کاووسی که بنده خدا اگه گفته باشه برید کلاه بیارید، شما میان سر رو برمی دارید میبرید. و شما چی میگید؟ شما فکر میکنید من هر یک دونه به اینا میگن استاتوس، هر یک دونه جواب نامه که میاد من باید بیام وزارت ارشاد خدمت شما دوستان از شماها اجازه بگیرم، بعد از آقای کاووسی اجازه بگیرم که این رو بذارم این رو نذارم؟ مگه ما به همین خاطر از ایران در نرفتیم آمدیم اینجا که این آزادی رو داشته باشیم؟ مگه این آزادی رو شرکت های مثل چیز فیسبوک و سوشال میدیا، این رسانه های اجتماعی برای ما فراهم نکردن که ما به این آسونی بتونیم استفاده کنیم؟
بعد من نظرم اینه که اگر این آقا یه چیزی میگه توی تلویزیون و توی جامعه و پابلیک فیگر شناخته میشه، افرادی به ایشون اعتماد میکنن. یکی زنگ میزنه میگه آقا شما که اونجا هستی برای من ماشین بخر، یکی زنگ میزنه میگه آقا شما که اونجا هستی این کار انجام بده، بعد خدایی نکرده ممکنه سوء استفاده پیش بیاد، افرادی که پابلیک فیگر هستن، اونم کسی مثل آقای کاووسی که خودش آقای نوریزاده و دیگران رو مسخره میکنه باید مواظب باشه. من حالا این نوشته رو به شما نشون نمیدم، گفتم چون بحث و گفتگو دربارش بوده خودتون برید روی اینترنت پیدا کنید توی اون پست هایی که ما گذاشتیم. بعد از 3 روز آقای کاووسی با من تماس گرفته، حتی تو برنامه زنده اگه نگاه کنید تلفن من زنگ میزنه تو برنامه آقای اجلالی که من داشتم کمک میکردم برنامه آقای اجلالی روز دوشنبه و جواب ندادم با آقای کاووسی. ایشون تماس میگیره که آقای سوربی چی گذاشتید اونجا که دوستان من به من میگن؟ میگم والا نمیدونم کجا، رو صفحه شما، رو صفحه خودم. میگه آقا این کاری که شما دارید میکنید کار ایرانیاست، شما با بهار آزادی نوشتی، با خانم غزال نوشتی، حتی بهش گفتی بیاد تو برنامه نظرشو بگه، حالا میگی چی داری میگی؟ میگم آقا خب من 1000 تا روزانه چی مینویسم، شما باید به من بگی درباره چی صحبت میکنی؟ درباره اون عکسیه که خانم بهار آزادی گذاشته. خانم بهار آزادی روی فیسبوک خودتون این رو بذارید. منم الان به مردم میگم برید بزنید بهار فاصله آزادی روی فیسبوک ایشون برید ببینید که چه صحبتهایی شده بین ایشون و آقای کاووسی. به من مربوط نیست ولی یه چیز به من مربوطه. اونجایی که آقای کاووسی من مثلا میام تبلیغ یا آگهی سورنتو رو میکنم که من امشب دارم میرم سورنتو، ایشون میگه آقا بیزنس های دیگه هم ایرانی هستن تبلیغ اونا رو هم انجام بده. میگم توی آمریکا هم شما به من میگی چی نگو چی بگو، بعد شما بیا تبلیغ اونا رو بذار. شما یادت هست وقتی آمدی برنامه گذاشتی گفتی من آقا اینقدر 1000 نفر دوست دارم، اینقدر 100 نفر 100 تا بیزینس دارم. من گفتم من کاری به این چیزا ندارم، شما برو یکی یکی ببین. امروز فهمیدی که نه این دوست ها دوستت هستن نه اون بیزینسمن ها. حالا شما بله برو تو فلان رستوران بشین فلوت بزن، برو تنبک بزن، اونا هم همون موقع قربون صدقت بکنن یا یه نهار شامی هم تعارفت کنن اینها. من اینجا هزینه دارم باید پرداخت کنم. آمریکا این صورت حساب رو بهش میگن بیل، که به شوخی ما میگیم بیل و کلنگ. من نمیتونم وقتی این آمد روش بنویسم آقا من مجانی برای فلان چلو کبابی آگهی دادم بفرستم بره. من میتونم از سیلم کارپت، از رستوران سورنتو، از کسای دیگه که آگهی دادن، از آیزنبرگ نمیدونم دفتر وکالت، از اونها پول بگیرم، آخر ما با افتخار این چک رو بنویسم بدم برای اونها تا این برق قطع نشه، الان تا این برق وصل باشه، این اینترنت وصل باشه. ولی شما میخوای به من بگی که من چی بگم چی نگم. باز امروز به من میگی که آقا شما اگه خواستی در باره من صحبت کنی لطفا من رو به آشغال نکشونی ها، ما فرندیم. میگم آقا من هیچ کس رو به آشغال نمیکشونم، من میام نظر خودم رو هم نمیگم، چون میگن نظر موقعی که شما فکر میکنی بعد میری تحقیق میکنی بعد به یک نتیجه رسیدی اون میشه نظر شما، به صورت نظریه مینویسی. ما همش فکر میکنیم. من مثلا فکر میکنم که اینجوریه اینو مینویسم. من از دیده هام، از تجربیاتم به اون فکری که رسیدم میام در برنامه خودم میگم و بیان میکنم. وقتی اسم یک کسی رو میارم اون شخص حق داره، حق داره تماس بگیره، 3 دقیقه 5 دقیقه پیام بذاره، حق داره یه نوشته ای رو بفرسته بگه بر از همونجور که خانم بنفشه نون نوشته بود طبق قانون مطبوعات که ایشون آقای بابک هروی این رو نوشته، شما لطف کن این رو جوابش بده، اون رو من میذارم. حالا اگه من این وسط آدم دسیسه کاری بودم و این کار رو نکردم و اینها، شما در آمریکا زندگی میکنی مهد قانون، شما میتونی بری شکایت کنی، سو کنی و الی آخر.
ولی شما نمیتونی به من بگی که نمیدونم منو دعوت نکنی تو تلویزیونت حرف بزنی. نه آقا، من حق دارم اینجا برنامه خودمه، کاغذ نشون میدم، صحبت میکنم، مدرک نشون میدم، حرف میزنم. شما میای میگی این مدرکا رو سرویس ساخته، برو دنبال من، منو سو کن. من میام تو دادگاه میگم آقا اینها خود ایشون زیر این چیز نوشته، چگونه امکان داره نبینه؟ بعد ایشون به من میگه این کجاست. باور کنید من نیم ساعت رفتم این 6 7 تا پیج رو گشتم تا اینو پیدا کردم. بعد میبینم که سیستم فیسبوک، شما میدونید وقتی یه مسیج یکی میذاره اونو میندیسه، اگه اون مسیجی که گذاشته طولانیه کوتاهش میکنه، که چقدر کار قشنگی رو شروع کرد. اگه شد 2 تا مسیج، 3 تا مسیج، 30 تا کامنت، این کامنت ها رو جمع میکنه، یه چند تای آخریشو میذاره. بعد شما برای که اونها رو ببینید باید برید اونجایی که زده view more comments یا 20 تای دیگه اینجاست، اونو بزنید. من عکس گرفتم برای ایشون اینو فرستادم، به مسخره میگه بابا اینها که بیسیکه، یعنی من خیلی بلدم، اینها بیسیکه. میگم آقا تو بیسیکش رو هم اجرا نمی کنی و الا اینجاست. آقای کاووسی عزیز نگاه کن عزیز من، من که دیگه نمیتونم اینا همه رو رفته باشم فوتوشاپ کرده باشم درست کرده باشم. اینجا آقای کاووسی، اینجا خانم نیر، اینجا آقای کاووسی، اینجا خانم بهار آزادی، اینجا سوربی فقط آمده یه نوشته ای رو از بنفشه نون گذاشته در رابطه با اسدالله علم و رفته. باز اینجا آقای کاووسی هست این پایین، اشکال از شماست. بعد حتی من به شوخی گفتی چه مشکلی داره، گفتم اون جانکت کوچولوه، منظورم اون کامپیوتری بود که استفاده میکنی، چون دیدم اینجا آورده بودیش یه تلفنی انقدی که هم به عنوان کامپیوتر هم نمیتونی. آقا من لپتاپ استفاده میکنم، ولی وقتی من عادت کردم به 3-4 تا مانیتور بزرگ، اون لپتاپه برای من کوچیکه. و شما که استریت اسلنگ بلدی، به قول خودت از دانشگاه خیابون فارغ التحصیل شدی، شما که بیگ بالز و بلدی، این جانکت کوچیکه، یعنی اون وسیله‌ای که استفاده می‌کنی، اون گجتی که استفاده می‌کنی کوچیکه. حالا بعضیا به شوخی هم می‌بندنش به یه چیزای دیگه‌تون هم که کوچیک ممکنه باشه و اینها ما ندیدیم نه قضاوت می‌کنی، ولی شما بیسیک رو بلد نیستی. شما دفعه‌های قبلم به من گفتی سوربی چرا کامنت منو برداشتی؟ گفتم من کامنت هیچ کسی رو بر نمیدارم، کامنت ها فیسبوک اینها رو اینجوری میذاره پشت هم. بذارید براتون یه مثال ساده بزنم. فیسبوک مثل این کاغذ کار میکنه، شما اول یه چیزی مینویسی، این میذارتش اینجا، بعد این یکی که میاد وای میشه اینجا، ولی وقتی 3 تا 4 تا 5 شد همه رو ردیف میکنه اینجوری نشون میده. اون وقت شما باید بزنی تا اینها باز بشه. بیسیک رو بلد نیستی. اشکال شما اینه که فکر میکنی همه چیز رو میدونی. به همین خاطر هست که یک حالت پرخاشگر پیدا میکنیم، یک حالت عصبانی، بعدش متاسفانه به دیپریشن و افسردگی، من نمیخوام بگم روانشناسم، میکشه و اینجوری میشه. شما از یه طرف به ایرانی بودن افتخار میکنی، از یه طرف به ایرانی بودن حمله میکنی. از یه طرف به من میگه آقا ژورنالیست ایرانی، من بارها گفتم من ژورنالیست نیستم، من خبرنگار نیستم، من مجری برنامه هستم. مجری برنامه نمیره خبرها رو از این ور و اون ور بیاره، چیزایی که اینجا هست اونا رو میاد میگه. به همین خاطر این چیزایی که من میگم ممکنه 99% درست نباشه، وظیفه شماست که برید. ولی تلویزیون ها که میبینی ژورنالیست دارن، خبرنگار دارن، میره دنبالش میاره، مثل اون خانمه که اون آقا رو آورد گفت من تو بنغازی چنین و چنان، وقتی یه مشکلی پیش میاد خانمه فیرش میکنه، اخراجش میکنن و میره دنبال کارش. و اما چون صحبت از آقای سعید کاووسی هست، اجازه بدید این مثال کوتاه رو هم بزنم و برم، چون دوستانش رو هم همینجور آمدن. آقای کاووسی رفته یه جایی دم تارگت، نمیدونم یه عکسی گرفته که یک بال، یک توپ خیلی بزرگ دم درش هست. حالا این رو گذاشتن که ماشین نیاد بره بزنه به در، یا برای دکور هست، خالیه، پر سیمانیه، ما نمیدونیم. عکسش رو گرفته گذاشته و میگه که ای کاش، نمیدونم نوشته بود مردم ما، ملت ما، یه چیزی، اونها هم بیگ بال داشتن. این بیگ بال اینجا که میگن، عذر میخوام من این حرف رو میزنم، منظور به بیزه داشتن بزرگی. متاسفانه ما تو قرن 21 هنوز دیدیم میگیم اگه مردی بیا بیرون، نمیگیمش اگه آدمی، اگه انسانی بیا بیرون، میگیم اگه مردی. همون موقع ما توهین میکنیم به خانم‌ها.
به یک کسی که میخوام یه چیزی بگیم میگیم برو لچکتو بنداز رو سرت برو تو آشپزخونه، باز توهین میکنیم به خانوما. من برای ایشون نوشتم که به شوخی منظور شما از بیگ بال اینایین که فقط دارن بالشون بزرگ شده. بعد یه خانم، حالا اسم نمیگم، یک خانم از دوستانی که چقدر دوستای خوبی داری ولی هیچ کدوم از این دوستا، البته این دوست مستثناست، کمک کرده بوده قبلا به شما، هیچ کدوم از اینا حاضر نیستن یک پنی برای شما و برای گفتهات خرج کنن و تا اونجایی که حرف مفت باهاتن میزنن، ولی اونجایی که قراره یه چیزی بدن خرج کنن نمیان همراهت باشن. اون خانم نوشته بود که آقای سوربی شما متوجه هستم، این مطمئن هستم اینو میدونی. برای با سعید کاوسی نوشته سوربی جان اگر انگلیسیت خوب باشه اینو میفهمی. گفتم بذار برات یه چی بگم. ما اینجا دو تا چی داریم، بعضیا بهشون میگن بوک سمارت، بعضیا میگن استریت سمارت. شما بارها گفتی استریت سمارت هستی، ما قبول داریم، ولی یادت باشه زبان انگلیسی هم چندین نوع داریم. یکیش زبان مدرسه‌ایه، یکیش زبان خیابونیه، یکیش اسلنگه که هر یک کلمه دو جمله که میگه چهار تا فوش لاغرشه، یکی زبان اونهایی هست که یه مقداری ایجوکیتد تر شدن و فهمیده تر شدن و دانش خودشون رو زیادتر کردن. هیچ کدوم از اونها نمیان بگن که به جای این که مثلا اگر شما شهامت داری بیان بگن اگر بالت بزرگه. اگه اینجوری باشه اون وقت الاغ و یابو و اینها همه تو صف وای میسن و بالشون رو به این و اون نمایش میدن. امیدوارم آقای کاووسی این برنامه رو دیده باشه، چون به نظر میرسه نه وقتش رو داره که بشینه یک برنامه ای رو نگاه کنه کامل، یک مقاله ای رو کامل بخونه، همون خط اول رو میخونه ولی خودش میاد دربارش تصمیم میگیره و صحبت میکنه و بتونه برنامه هایی رو داشته باشه. این روزها شما میتونید همه جا برنامه مجانی داشته باشید. مثلا یه تلویزیونی هست، دوست مشترکمون هم هست، زنگ بزنید اون گفته همه میتونن اینجا برنامه داشته باشن، زنگ بزنید بهش برید اونجا برنامه بذارید، هر صحبتی که میخواین اونجا داشته باشید. نه برید توی گوگل پلاس، الان یه چیزی هست گوگل پلاس آن ایر، شما میتونید برنامه مجانی بذارید، برید روی یوتیوب برنامه ضبط کنید مجانی بذارید و ویدیو ضبط کنید، به جای اینکه میشینید نی میزنید و فلوت میزنید صحبت کنید با مردم، بذارید روی فیسبوک. فیسبوک انقدر این کارا رو ساده کرده که تمام این عذرایی که ما میاریم دیگه به اصطلاح موجه نیست و فقط نشون میده که ما تنبلیم. باز هم از آقای سعید کاووسی و دوستانش ممنونم، ولی آقای کاووسی شما اون دوستی که گفته آقا دیدی فلانی چی نوشته بهش بگو، اگر دروغ نمیگی بهش بگو نه ندیدم برام بفرست. شما نیا به من بگو که میگی اینو میدونم اونو میدونم ولی اونو نمیدونم. آخر کار گفتم میدونی چی آقا، شما درست میگی من دارم دروغ میگم، حالا هر کاری دلت میخواد برو انجام بده. بعد نوشتم مرد حسابی من نه ترس و واهمه ای از تو دارم نه دلیلی دارم که دروغ بگم. به چه دلیلی باید به تو دروغ بگم؟ به ایشون میگم تو چون ما دوست هستی، در هر صورت چون اسم ایشون برده شده، چون اسم بهار آزادی برده شده، چون اسم غزال برده شده، این دوستان میتونن در تلویزیون مردم به اصطلاح اون طرف ماجرای خودشون رو بگن. باز هم از شما دوستان ممنونم، اجازه بدین بریم آگهی ها رو ببینیم و برگردیم. همونجوری که میبینید آگهی ها خیلی کم شده، دیشب برنامه اندی و شینی در کالیفرنیا بود، برنامه سورنتو اینجا بود، اون کنسرت های لاس وگاس تموم شد و شما اگر برنامه‌ای دارید، آگهی دارید، حتما از تلویزیون مردم استفاده کنید تا خودتون تجربه کنید. اگر کار کرد نگهش دارید و ادامهش بدید، اگر کار نکرد ما همون جوری که وقتی شما میایید میگیم خوش آمدید، وقتی هم میخواین برید بهتون میگیم به امید دیدار. آگهی‌ها رو ببینیم و برگردیم در قسمت سوم برنامه امروز ساعت 4 بعد از ظهر وقت شرق آمریکا، 1 بعد از ظهر وقت کالیفرنیا، آقای بابک هروی رو خواهیم داشت. مرسی که بین این همه رادیو و تلویزیون، تلویزیون مردم رو انتخاب کردید. از تو خواهش میکنم به دوستان دیگه هم تلویزیون مردم رو معرفی کنید. پس چند دقیقه با هم باشیم و برنامه رو پی بگیریم. مرسی. مدیریت سیلم کارپت با افتخار زیبایی و تمیزی را به شما تقدیم می دارد. انواع فرش ها، موکت ها،
کفپوش‌های چوبی، لامینیت‌های خوش رنگ و زیبا با قیمت‌های بسیار مناسب برای منازل، دفاتر کار، هتل‌ها و مؤسسات شما. از نمایشگاه سیلم کارپت در استرلینگ ویرجینیا دیدن کنید و یا با ما از طریق تلفن 703-948-9888 و یا ایمیل ab2000@aol.com تماس حاصل فرمایید. با درود به شما آزادی خواهان عزیز. آزادی خواهی یعنی چه و چه کسانی آزادی خواه هستند؟ آزادی خواهان کسانی هستند که برای همه گروه های سیاسی و افراد منفرد فعال در صحنه سیاست ارزش قائل باشند و آنها را به رسمیت بشناسند، چه آن گروه و یا افرادی که با ما هم عقیده هستند و چه آنها که مخالف نظر مایند. آزادی خواه به کسی گفته می شود که تک تک افراد جامعه را به رسمیت بشناسد و در راه به ثمر رساندن آزادی بیان، آزادی اجتماعی و آزادی سیاسی در چهارچوب قانون حقوق بشر تلاش کند. ما در جبهه آزادی خواهان ایران تمام سعی و تلاش خود را خواهیم کرد تا در برابر حکومت دیکتاتور مذهبی اشغالگر کشورمان بایستیم و برای آزادی کشور و مردممان و به ثمر رساندن نهاد آزادی و گفتگو با هم تلاش خود را به کار بریم. هرچند این قدم کوچک باشد اما باز از تلاش دست بر نخواهیم داشت. از همه شما هموطنان که با ما هم نظر هستید دعوت می‌کنیم که بیایید منها را کنار بگذاریم و ما بشویم و با احترام به عقاید و تفکرات همدیگر در کنار هم بنشینیم و گام‌های من را برای رسیدن به هدفی مشترک هرچه محکم‌تر برداریم. آن وقت می‌بینید که چه راحت و ضحاک حاکم بر کشورمان پیروز می‌شویم. با سپاس، محمد علی متحیر، فعال جبهه آزادی‌خواهان ایران، سوئد. خب دوستان عزیز، باز هم سلام، باز هم سال نو بر شما مبارک. اولین روز ماه ژانویه سال 2014 میلادی است و ساعت هست 3:14 بعد از ظهر. دوستان برای من نوشته بودن که ما این نوشتهایی رو که نشون دادید در رابطه با آقای کاووسی نمیتونیم پیدا کنیم. ببینید آقای کاووسی، مشکل شما تنها نیست، مشکل دیگران هم هست. چه کار میکنن؟ از اون کسی که دربارش صحبت کرده میگن میتونید برای ما بفرستید؟ من براشون میفرستم. هر کسی میخواد ایمیل بزنه یا روی فیسبوک مسیج بزنه. یادتون باشه به فیسبوک یه جایش کامنت داره، یه جایش مسیج داره. بذارید من این دوتا چیزی رو که نشون دادم براتون میفرستم و ببینید. شما هم باید اون کسی که بهتون گفته بوده این رو گذاشتن، از اون میپرسیدید کجاست، اون رو نگاه میکردید، عکسش رو براتون میفرستادن. و باز هم خدمت شما عرض میکنم که شما حتی بیسیک رو هم بلد نیستید. بیسیک یعنی اون چیزای اولیه. دوستان عزیز، بذارید دوستان رو به حال خودشون بذاریم و بریم سراغ این نوشته ها که آقای فرهاد پارسی باز لطف کردن و میگن که کوروش خدا بوده. قبول کنیم کوروش خدا بوده، پس کوروش مرد دیگه، خدا هم مرد، تموم شد. اون وقت حالا میگفتیم شاه مرد قصه خلاص. آخر کتابا وقتی شاه میمرد میگفتن شاه مرد قصه خلاص، تموم شد، برو بخواب. شما میگید کوروش خدا بوده، کوروش مرد دیگه، تموم شد، سرش رو بریدن. حالا کی خدا هست؟ خدا رفته مرخصی؟ براشون نوشتم که اینها تاپیک ها یا موضوعات خوبی هست که میشه سالها در موردش صحبت کرد. آقای فرهاد پارس، گفتنی ها کم نیست، من و تو کم گفتیم، برای که تا اومدیم حرف بزنیم عصبانی شدیم، صدامون رو بردیم بالا، اون طرف مقابلم گوشاشو گرفت.
چون گوشاشو گرفت آزرده میشد متوجه حرف ما نشد. میگن چرا حرفای عاشقانه رو یواش میگن؟ برای که دلها به هم نزدیک. چرا دعوا که میشه داد میزنن؟ برای که دلها از هم دوره، فکر میکنن فاصله شون زیاده و داد و فریاد میزنن. نزدیکتر بشین با هم صحبت کنیم، شما منطقت رو بیا بگو، منم منطقم رو میگم، آقای ضیا مصطفی زاده هم منطقش رو میگه یا فکری که میکنه میگه، آقای آریانپور هم میگه و همینجوری. آقای ضیا صدرالاشرافی نوشتن که دریغم آمد که دو نکته مهم را به کوتاهی تذکر ندهم، این متن کاملتر است. دوست گرامی آقای سوربی، با سلام و آرزوی سلامتی و توفیقتان در سال 2014 میلادی، این متن دو توضیح علمی کوچکی لازم دارد. این متن رو چون آقای پیام که ایشون هم قبلا در تلویزیون مردم برنامه داشته، یه نوشته ای رو نوشته بود، گذاشته بود که ببینید مثلا من اینو که میذارم بعد افراد میان اینجوری برخورد میکنن. آقای سعید کاووسی عزیز و دوستان طرفدار آقای کاووسی، یه کاری نکنید که توی فیسبوک و اینها به شما بگن شعبون بیمخای آقای کاووسی، این زشته. پیام یه چیزی رو نوشته، من گذاشتم، نوشته برای پی بردن به میزان آزادی های دینی در عصر هخامنشی یک سند معتبر و دست اول وجود دارد و آن کتیبه داریوش در بیستون و تحریر بابلی آن است. ما این رو خوندیم، صفحات رو نوشته، کتابا رو نوشته، گذاشتم. هر کسی اومده نظر خودش رو میگه. آقای بابک هروی میگه که اونها سکاییان بیوفا بودن، چون بیوفا بودن بعدن ایرانی ها تصمیم گرفتن اینها رو قتل عام کنه. گفتم آقا اگه اینجوری باشه که به جای دادگاه سلاخونه میذارن، هر کی بیوفایی کرد سرشو میزنن، نمیرن دادگاه بگن آقا بیوفایی کردی، این بهت پول قرض داد روزی که لازم داشتی، آقای مامور اسبق وزارت اطلاعات روزی که التماس میکردی سوربی بهت وقت داد، آقای حسیبی دیگر دوستان شما بیوفایی کردی، باید سلاخونه باشه گردن اینا رو بزنن. نه، دادگاهی هست که متاسفانه دادگاه اینجا اینقدر وقتگیر و پول احتیاج داره که بعضیا از حقشون میگذرن. این که میگن به خدا واگذارش میکنیم، خودش میدونه خدایی هم نیست، هیچ اتفاقی هم نمیفته، ولی و اینها هم هی دوستر و بدتر میشن، ولی دیگه میگه بابا ولم کن، اقلا اینو از دست دادم برم دنبال بعدیش. بعدن آقای ضیا صدرالاشرافی میاد اینجوری مینویسه، به کسی فحاشی نمیکنه، کسی رو تهدید نمیکنه، میگه اول واژه بیوفا، شریر و توی پرانتز خائن در ارتباط با ترجمه لغت آریک یا آرنیک، آرنیکا صفت حالت فاعلی مفرد مذکر، آریکا همان صفت در حالت فاعلی جمع مذکر و آریه صفت حالت فاعلی مفرد. دستور زبان فارسی اصلا بلد نیستم و نبودم، شما هم همینجوری بودید؟ چرا اینها رو یه جوری به ما یاد ندادن که برامون شیرین باشه؟ به جای این گفتن چوب معلم گله، هر کی نخورده خوله. چرا یه کاری نکردن که اون به اصطلاح صاحب سخنی که اونجا بود چنین صحبت کنه که ما هممون جلب بشیم اینها رو یاد بگیریم، که بعدن این دوستان رفتن جدا خوندن اینها رو یاد گرفتن. در هر صورت در حالت فاعلی جمع مذکر که معنی آریایی در زبان پارسی باستان است، در ترجمه به فارسی از متن فرانسه شارپ رالف نورمن فرمانهای شاهنشاهان هخامنشی تهران 1346 صفحه 151 که زیر نظر آقای دکتر شاپور شهبازی ترجمه شده است، برای آنکه ببینید دلیل منطق میاره. حالا شما اگه این خوندی گفتی این کتاب رو قبول ندارم، اون میگه آقا من اینو خونده بودم قبول داشتم، شما برای یه چی دیگه پیدا کن. در اصل بازم ممنونم از ایشون و از تیمسار آریانپور، از آقای مصطفی زاده، از خانم بنفشه و الی آخر. یه جوکی هم بگین که یه کمی و چی میگن حالت امبیانس این جو عوض بشه. میگه که دکتر، یه نفر رفت برای دکتر بهش گفت که شما مشروب زیاد میخوری، این مشروب و عرق و اینها برای سلامتی ضرر داره. مریض خندید گفت من میدونم، ولی من برای سلامتی خودم که نمیخورم، هر وقت میخورم میخورم به سلامتی دوستان. اینم جوکی بود که دیروز چندین بار آمده بود. و اما یه نامه هست درباره ما ایرانی ها
این رو من براتون میخونم. نامه ای از ایران. آهان زمنان آقای کاووسی شما تنها نیستی، دوست نازنمون آقای بیژن زاهدی ایمیج پرفکت که کار عکاسی و ویدیو و برنامه های میخک آزادی تو تلویزیون رو داشتن، اینها اون روز ما یه مقاله رو گذاشته بودیم درباره آقای رضا پهلوی بود، ولی چون آقای تیمسار آریانپور ایشون رو رضا شاه دوم خطاب کرده بود، اون آقا فکر کرده بود راجع به رضا شاه همون فقط تیترش رو خونده بود، برداشته بود نوشته بود آقا اینها که مردن درباره زنده ها صحبت کنید. گفتن ای این همون ویژن زاهدیه که هر کسی میگه آقا چرا شما تو این شرایط موزیک میزنید و میرقصید و اینها، میگه آقا من سیاست بلد نیستم. حالا امروز ایشون هم سیاسی شده. ببینید چجوری این دوستان 180 درجه میچرخن، عوض میشن و عذر میخوام مثل بوغلمون رنگ عوض میکنن بدون اینکه خودشون متوجه بشن که آقا خانم این مردم معمولی یادشون هست که ما چی گفتیم. در هر صورت اینها میان مینویسن و میرن و بهتون میگن هیچ کدومشون هم، ببینید ما اصلا مثلا میگیم مرد عمل نیستن، همین غلطه. وقتی میگیم مرد عمل نیستن باید بگیم انسان عمل نیستن، چون زنم ممکنه زن عمل باشه که بیاد پای حرفش وایس و اینها و میبینید چقدر هست. صحبت از زن این خانم لونا شاد یا لونا شادی بعضیا فکر میکنن هست، اگه اشتباه نکنم ایشون تو وایس آف امریکا بود، خیلی بانوی جوان و زیبا و سنی هم نداره، دوچار سرطان شده. الان اگر برید اسمش رو بزنید روی فیسبوکشون مثل که دارن اون کمی درمان یا شیمی درمان یا کموتراپی رو انجام میدن. من براشون آرزوی بهترین ها رو کردم. اینجا میگن get well soon، امیدوارم که حالتون خوب بشه خیلی زود. شما هم اگه این کار رو بکنید، میگن مردم با نیروی مقاومتشون خواست با اون چی میتونن به سرطان پیروز بشن. سعی کنید اینها رو توی این شرایط که هستن یاری بدیم و حمایت کنیم و اگر کمکی از دستمون برمیاد انجام بدیم تا اینها این مشکل رو پشت سر بزنن. و اما یه نامه بود، مدت‌ها بود من میخواستم بخونم ولی بذارید الان بخونم. نامه از ایران درباره ما ایرانی ها. راستش را بخواهید من هنوز نمیدانم که چرا سوسمار خوردن یک مشکل وحشتناک برای ماست که لابد نشان میدهد که این سوسماری که عرب ها میخورند جز در معده بلکه توی شکم و مغز و ذهن همه عرب های دنیا در تمام تاریخ هست و ما بد جوری گرفتار این موضوع هستیم. ولی قبل از انقلاب در حدود سال 1350 در کرمان زندگی می کردن. در آن زمان آنها چیزی می خوردن به نام چنزو یا چنزو، شبیه سوسک بود یا ملخ. اتفاقا یک بار یکی از آنها را خوردم و خیلی هم بدم نیامد. هنوز نمیدانم که چرا مثلا سوسمار خوردن عرب ها خیلی چیز بدی است و موش و گربه و سگ خوردن چینی ها و تایلندی ها اشکالی ندارد، یا مثلا انواع موجودات دریایی که با بوی گند سوشی خورده می شود باعث نمی شود به ژاپنی ها بگوییم ژاپنی های لجن خوار. لابد دیده ای احساس فرنگی ها را در مورد فسنجان ما که غذایی بس خوشمزه است با قیافه ای که راستی احمدی نژاد تازگی ها حرف خاصی نزده، داشتم حرف احمدی نژاد را می زدم که زمانی به اون می گفتن الفنون الفنزان فسنجان و کشک بادمجان هم به خصوص مزه کشک برای خیلی از مردم در دنیا مزه عنیفی است. من واقعا نمیدانم که چرا ما ایرانی ها که کله پاچه را با همه مخلفاتش که به نظر اکثر مردم دنیا اصلا چیز جالبی نمی آید می خوریم، اما مثلا به کله ماهی گیلک ها یا سوسمار عرب ها گیر می دهیم و مغزمان هم فقط همین را می گیرد. مطمئنم حالا ما اینو گذاشتیم، دوستمون بابک هروی آورد اینو میگه من با همه اینا موافقم و با همه اینا من از عرب ها مخالفم، از عرب ها متنفرم چون عرب ها 8 سال ما رو کشتن. دوستان برید توی گوگل بزنید نزدیکترین نژادی که به ما ایرانی ها نزدیک هستن، نزدیکترین نژاد به ما ایرانی ها عراقی ها هستن. یعنی اینها برگردیم به همون دوره‌ای که بابل و نمیدونم اینها اینجا بوده و یک کشور بودن، اینها اصلا یکی هست.
حالا این نژاد عرب، نمیدونم قوم این قوم اون، کجا اومده، کی خط کشیده، کی جدا کرده، من باید از یه عربی که اصلا هیچ کاری نداشته تو جنگ به دلیل اینکه عربه متنفر باشم، این رو من نمیفهمم. یادتونه اون وقتا، الان هم اسپانیش ها میگن no comprehend، یعنی من نمیفهمم، من نمیفهمم، درک نمی کنم. یه درسی داشتیم توی انگلیسی وقتی میخوندیم، بعد فکر کنم میگفتن comprehension، آها، درک مطلب. بعد میگفت که این داستانی که خوندی توی این باکس، توی این جعبه 4 خط دربارش توضیح بده، میخواست ببینه از این موضوع شما درک چی بوده. من این رو درک نمی کنم. حالا یا دوستان نمیتونن خوب توضیح بدن، که امیدوارم بابک عزیز، خانم نیر این کار انجام بده. خانم نیر یه قدم فراتر رفته و نوشته من نمیدونم، همه این کار اشتباهیه، شما قدر مطلق استفاده میکنید، همه مثل آقای نوریزاده از این عربها دفاع میکنن. اولا همه که شما میگید همه نیست، پس شما اشتباه میکنید. دوما ما از انسانیت، یا من حداقل سعی میکنم از انسانیت، از آدمیت دفاع کنم و این نژادپرستی و قوم و قبیله و اینا رو کنار بذارم. بارها این مثال ساده رو زدم که اگه من تو خیابون داشته باشم، برم ببینم یک بچه ای مادرش داره تو فروشگاه خرید میکنه، این داره میاد میره به طرف پله یا به طرف آسانسور که بازه ممکنه بیفته، اول ازش نمیپرسم Are you Persian؟ وقتی گفت Yes بگم حالا از شیراز اومدی؟ بعد گفت بله، بگم اوکی کاکو جون بی ایوه، میدوم اینو میگیرم وای میسم تا مادرش بیاد. بعد مادرش که میاد، حالا یا به عربی یا به عجمی یا به فارسی یا به انگلیسی یا به هر چیزی، از من تشکر میکنه، میریم سراغ کارمون. این رو شما عوض کنید، این سیستم. شما این کاری که دارید میکنید، دشمنی ها رو دارید عمیق‌تر میکنید. در دنیا که الان میگن شده مثل یک دهکده کوچک، شما دارید این کشورها رو هی میخوان حتی شهرش هم جدا کنید. اون جوکایی که میگن همین کل ماهی خور، همون نمیدونم ترک فلان، همون لور فلان، همون شیرازی تنبل، همون اصفهانی خسیس، ما داریم این فاصله ها رو زیاد میکنیم به جایی که اینها رو از بین ببریم، نزدیک بشیم، سر اصول صحبت کنیم، سر یک مش مزخرفات داریم یقه همدیگر رو میگیریم. به یه دوستی گفتم سال 2013 که کم آمدی، سال 2014 بیا تو تلویزیون. گفت به قول خودت این مزخرفاتی که تو میگی اگه منم بیام اراجیفامو بگم چه خواهد شد؟ گفتم you never know، مزخرف به اضافه اراجیف هیچ که هنوز نمیدونه فرمولش چیه، ممکنه یه چیز شیمیایی کشف کنیم که اون رو توی جدول مندلیوف هم بتونیم اضافه کنیم. در صورت این نوشته ما ایرانی ها خیلی جالبه، این رو هم اگر خواستید تو همین 2-3 روز فاصله، نه اینکه شما این برنامه رو اگه سال 2015 میبینی بعد بگی آقای سوربی تو یکی از برنامه‌هات، روزش هم نگی، تاریخش هم نگی، تو یکی از برنامه‌ها درباره عرب‌های سوسمارخور صحبت کردی، اینو ما بگو. اینجوری نیست. تو همین 1-2 روز تو این فاصله اگر خواستید، من اینا رو نگه می‌دارم براتون، میتونم بفرستم اون دوتا عکس فیسبوک که اگر نتونستید، چون رو فیسبوک من هست و برش هم نمی‌دارم، اتفاقا چون آقای کاووسی فکر میکنه من چیزها رو بر میدارم، الان دیگه مجبور کرده که من رو حتی این رو هم ور ندارم. اگه نتونستید اونجا پیدا کنید، چون من آمدم به شما گفتم این رو فیسبوکه و شما میرید نگاه میکنید نمیبینینش، میای میگی سوربی کجاست، من براتون میفرستم این نامه رو، میفرستم نامه‌های دیگه‌ای که میخونم براتون میفرستم. رفقا، دوستان، همراهان گرامی، مقاله هاوانا 55 سالگی انقلاب را برگزار می کند، هدیه سال نو میلادی من به شماست. این را آقای ای میم شیری نوشتن، یا شبهی شیری. هاوانا 55 سالگی انقلاب را برگزار می کند. می دونید که کشور کوبا 55 سال آمریکا تحریمش کرده و مشکل دارن، ولی خبر خوب این که دیروز یا پریروز اولین هواپیما مستقیم از کیوست به هاوانا 100 مایل پرواز کرد و این به عنوان آزمایش و تست بود و امیدواریم به زودی بذارن برو بیاد. الان 1-2 ساله اوباما داره تلاش میکنه که این مردم برن و بیان، چون به این نتیجه رسیده اون بستنا و اینها هیچ کاری نکرد، کوبا هنوز هست، آمریکا هنوز هست، باز کنید. وقتی باز کنید بی سوادی مردم، کم سوادی از بین میره، ضمن اینکه کوبا یکی از باسوادترین کشورهاست و من به همین خاطر
فلوتی رو که آقای کاووس سعید کاووسی میزنه من بهش باختم. زنگ زد تو برنامه‌ام سالها پیش، 11 سال پیش، گفت اونی که شما خوندی اشتباه است. ببین اینجوری آقای کاووسی سوربی پای حرفش وای نیسه. گفتم اگه من اشتباه کردم و شما درست میگی این فلوت رو بهت میدم، نمیدونم چند بود، 400 دلار 100 دلار، ولی اون رو تقدیم کردیم. حالا شما میشینی فلوت میزنی به جای اینکه بری بیسیک این کارهای فیسبوک و اینها رو یاد بگیری تا بتونی بهتر کامیونیکیت کنی، بهتر کامپریهند کنی. خب پیام آدرز، همون دوستمون که قبلا هم اینجا برنامه داشته، برای از بین بردن به میدازان آزادی و اینها دینی صحبت میکنه که توی عصر هخامنش، که میدونید ما اونای دیگر اصلا خیلی صحبت نمی کنیم، فقط گیر دادیم به هخامنشیان و میگیم اینا آزادی خواه بودن اینها، این میگه آقا چه آزادی خواهی، ببینید چه کار کرده. میگه که با سپاهیانش با سکا حمله برد و عده زیادی از سکاهیان را آنگونه که مرا گفت، آنگونه که مرا کام بود، این گفته اونه، کشته است. حال پرسش اینجاست که این سکاهیان به گناه، به کدام این گناه کشته شدند؟ داریوش خود پاسخ این پرسش را هم داده است، پاسخی که بهترین سند برای میزان آزادی های دینی در عصر هخامنشیان است. از آن رو که این سکاهیان بیوفا و خائن بودند، اهورامزدا را نمی پرستیدند، اما من اهورامزدا را می پرستیدم، پس به خواست اون اهورامزدا بخواست اون چنان که کام من بود با آنان عمل کردم. ببینید اینا اهورامزدا رو آلت دست خودشون قرار میدن، چون اولین کسی که قبول نداره اهورامزدا همین آدم است. اولین کسی که حزب اللهی که میره بمب میذاره اینو اونو منفجر میکنه خدا و الله رو قبول نداره خودشه، چون اگه قبول داشت میرفت به درگاه خدا میگه بارلا این فلانی این کار کرده، تو برو خودت قصاصشو بده. اینا دروغ میگن. این آقای داریوش اگه این ترجمه و اینها درست باشه، که آقای ضیاء صدر اشرافی میگه درست نیست همش و باشو صحبت خواهیم کرد، میگه که کسی که اهورامزدا رو قبول نداره خود اینه، چون اگه اونو قبول داری اون قدرت داره، اون درست میکنه، شما چه کار هستی؟ و اینا همیشه مالی خولیا داشتن، افرادی که بزرگ فکر میکنن هستن و معمولا آدمای کوچیک و ترسویی هستن، خودشون رو گیر میدن به نیروهای متافیزیک ماورای طبیعت و من و شما، اونا میگن ما با خدا رابطه داریم. باز خانم نیر از من گله کرده که چرا شما اون روز گفتید که نیر میگه که شاه اشکال داشت، ولی تا به میگم خب سه تا از اشکالاشو بگو میزنه به صحرای کربلا. خب شما زدی به صحرای کربلا، گفتی شاه رو فراموش کن بیا بریم امام حسین رو گوش کن، بعدم حالا خیلی راحت میگه آقا شاه اصلا اشکال نداشت. گفتم خب پس شاه خدا بوده اگه اشکال نداشته. شاه که خدا بود مرد، کوروش که خدای فرهاد پارسی بود مرد، خدایگان مردند، من و شما بی خود نیست اینجوری به هم میپریم، بی خدا شدیم، همه خداها مردن. خب ببینیم که مادران پارک لاله ایران چی میگن. موج گسترده اعدام در سالهای اخیر نگرانی‌های فزاینده‌ای را در جامعه ما به ویژه در میان خانواده‌هایی که زندانیان محکوم به اعدام دارند ایجاد کرده و پس از روی کار آمدن رئیس جمهور جدید نیز این نگرانی‌ها تشدید شده است. من به این دوستان که مقالات طولانی و بلند می‌نویسن خسته نباشید میگم، ولی بهشون میگم اینها رو شما روی وبسایت ها و بلاگ هایی که میذارید، ای کاش خط پنجم شیشم مینوشتید هر کس تا اینجا رو خوند بنویسه یک. یادتونه اولایی که این پلتاک درست شده بود میگه اگه میخوای صحبت کنی بزن دو، اگه صدای من میشنوی بزن یک، اگر نمیدونم قطع شدی بزن نو. این شماره ها رمز بود بین اونی که صحبت میکنه و اونی که ادمین هست. حالا رمز این نویسنده با خواننده هاش اینو باشه، این باشه که دو تا پاراگراف رو که خوند بنویسه اگه تا اینجا رو خوندی برای من بنویس یک، دو تای دیگره که خوند بگه اگه تا اینجا رو خوندی برای من بنویس دو، که بفهمه چند نفر میرسن به اون 5 و 6 و 7 و 8 و 9 و 10 که این دوستان 4 صفحه 5 صفحه 6 صفحه مینویسن و چون مینویسن فکر میکنن کارشون کردن، حرفشون زدن، همم خوندن، هیچ کدومشون ننوشتن. خب من اگه اینو خوندم رسیدم به اون پایین پایین، حالا چه باید بکنم؟ اوکی من خوندم مادران پارک لاله، حالا چه کار باید بکنیم؟ اینجاست که تلویزیون و رادیو آمده رو دست همه این روزنامه ها و اینها، برای که مردم
گوش دارن، چش دارن و دوست دارن که از این طریق بیشتر بشنن. اگه مایل باشید از تلویزیون مردم یا تلویزیون های دیگه که مورد علاقتون هست استفاده کنید. ساعت 3:35 است. من 20 دقیقه دیگه با شما خواهم بود. ساعت 3:55 ازتون خداحافظی میکنم و جمعه با شما خواهیم بود. به احتمال زیاد کانون آوا ساعت 12 برنامه خواهد داشت و دیروز و امروز دیدم که درباره رجوی در فرار از پاسخگویی گفته که اگر مسعود دلیلی فرار نکرده بود بذارید من این رو به شما نشون بدم. ببینید اینها نمیان خودشون رو سرزنش کنن، بگن من رهبر خوبی نبودم، من نتونستم بفهمم چه اتفاقی داره میفته، همش دیگران رو سرزنش میکنن. وقتی شما همش دیگران رو سرزنش کنید میشید مسعود رجوی، میشید آقای کاووسی و سوربی رو سرزنش میکنی که چرا نمیتونه پستش رو پیدا کنه. آقا من نمیتونم هر دقیقه برای هر کسی بهم گو این پست کجاست بگم اونجا، من مجبور میشم اینجوری عکس بگیرم بفرستم. نه، وبسایت ایران خط فاصله interlink.org نوشته که رجوی در فرار از پاسخگویی گفته اگر مسعود دلیلی فرار نکرده بود ما هنوز در اشرف بودیم. من برای این دوستان در کانون آوا نوشتم که اگر امکان داشته باشه این رو هم دوستان ببینید. 31 یعنی دیروز 31 دسامبر 2013 گذاشتن و نوشتن و دربارش صحبت کرده. گویا بعدن عکس همین آقای دلیلی رو اگه اشتباه نکنم نشون داده جزء کشته شدگان و یک سری از پول ایرانی بغلش گذاشتن و اینها. خلاصه ماجراها زیاده. تو همین وبسایت اون پناهگاه زیرزمینی رو گذاشتن نشون دادن که جمهوری اسلامی هم یه فیلمی از این ساخته. به نظر من چیز عجیبی نیست، همینجا شما برید بزنید پناهگاه‌های محکم و مخوفی درست کرده آمریکا که اگه اتفاقی افتاد توی وست ویرجینیا و این ورانور و چیز بشن. همینجا شایع هست که از زیر کاخ سفید راه هست به این ورانور که میتونن برن و این یه چیز معمولیه. در هر صورت میگه که قرار داشتن جسد مسعود دلیلی که از سازمان مجاهدین خلق جدا شده بوده است در میان کشته شدگان تهاجم به پادگان اشرف این حد را قوت میبخشد که رجوی مابقی این افراد مانند زهره قائمی و گیتی گیوچیان که احتمالاً همگی مسئله دار و حتی جدا شده بوده و در این حال دارای اطلاعات ویژه مربوط به شخص رجوی بودن را هم برای کشته شدن و بعد سوء استفاده از خون آنها. این درستان من متوجه نمیشم که این بوده فرار کرده بعد میاد حمله میکنه کشته میشه. ما تا حالا نمیدونستیم که کشته شدگانی هم به غیر از اون 52 نفر بودن از طرف مقابل، این طرف مقابل بوده یا چی بوده، که اگر دوستان این رو برای ما توضیح بدن از اونها هم ممنون خواهم شد. باز هم گفتم اون چیزایی رو که ما نمیدونیم کم نیست، ولی باید صبر کنیم، وقت داشته باشیم، دوستانم حوصله داشته باشن و بیان برای ما با حوصله اینها رو تعریف کنن. و اما باز برگردیم به لایو و یک ایمیلی پخش میشد به نام کارون را میشناسید؟ کارون رودی در ایران است که از کوههای بختیاری سرچشمه میگیرد و از مسیری پیچاپیچ به شهر اهواز میرسد. بله، بنده روزی 4 بار از پل از این رودخانه کارون از این ور شهر اهواز میرفتم پادگان لشکر زرهی 92 و برمیگشتم و میشناسم. بعد ایام عیدم میدونم اونجا خیلی مسافر میومد، شبا مردم میرفتن اونجا، مردم اهواز از دست گرما به این آب و بادی که روی این آب میومد پناه میبردن. ولی اینجا میگه کانون همچنین نام پسری 9 ساله بود که در شهر کرمان ایران زندگی میکرد، کوچکترین عضو خانواده که بسیار کوشا و مهربان بود و مورد علاقه همه. پدر کارون حمید حاجی‌زاده آموزگار و نویسنده‌ای بود از هواداران جبهه ملی. او در جریان انقلاب اسلامی 1357 فعال سیاسی بود، اما تمایلات سیاسیش خیلی زود منجر به تبعید و انزوایش گردید. حمید خلاصه تو این باز من متوجه نشدم، میگه که اینا داشتن با دوستاشون چای میخوردن، بعدن دوستاشون چاقو میزنن اینا رو میکشن و میرن. اون دوستان مامورای جمهوری اسلامی بودن. من نمیدونم، مثلا دیدید در رابطه با قتل بختیار خب یه چیزایی شد، تحقیق شد، دادگاه شد، یه چیزایی پیدا شد که این طرف آمده بوده
اتفاقا گویا اونم لور بختیاری بوده، دوست میشه باهاش، نزدیک میشه و فلان اینا. ولی بعضی وقتا شما میبینید از داخل یه جایی یه خبرایی میاد که طبق خود خبره اونجا هیچ کس نبوده به غیر از اونایی که کشته شدن یا اونایی که رفتن و فراری هستن و کار انجام دادن و پولشون هم گرفتن یا هر قصدی که داشتن. من میخوام ببینم اینا رو کی گفته. اونایی که کشته شدن و مردن، یعنی شما با مرده ها و کشته شده ها ارتباط دارین، یا اونایی که رفتن پول گرفتن این کار رو انجام دادن حالا پشیمون شدن یا به هر دلیلی احساس گناه میکنن. این نوشته ها کامل نیست، ولی آقای صمدانی باز صحبت قشنگی کرد، میگه این نوشته رو اگه شما برید پایینش نوشته که این رو فلان انجمن، حالا چون پول خواستن و ایشون هم اینجور گفته ما اسمش رو نمیبریم، نوشته در ایالات متحده آمریکا کمک مالی به بنیاد فلان از اینجا پول بدید، یعنی از کشته شدن فلانی، از چاقو خوردن فلانی، از یه خانواده‌ای در به در شدن و متلاشی شدن یه بنیادی حالا میخواد پول جمع کنه. خب اینم من نمیدونم یه نوشته بفرستن و ملت پول بدن اینها چه اتفاقی خواهد افتاد. و اما جا داره که باز هم از آقای تیمسار آریانپور تشکر کنم و این نوشته رو بخونم. هموطن گرامی، خانه از پای بست ویران است. بنابر نوشته گاهنامه شاهنشاهی در صفحه 16 جلد اول آن کتاب در تاریخ 8 فروردین 1301 91 سال پیش دوستان 8 فروردین 1301 نوشته شده است به فرمان سردار سپه. این همینجا بود گفتم رضا شاه پدر آخوندها را در آورد. اگه در آورد پس چجوری زمان محمد رضا شاه اینقدر آخوند و مسجد زیاد شد؟ این برای اینکه دروغ میگید، اشتباه میگید، تعصبتون نمیذاره بیچاره گناه ها رو میندازید گردن محمد رضا شاه. در صورتی که محمد رضا شاه یک ارث و میراثی رو از پدرش گرفت که هیچ اشکالی هم نداره. اون موقع پدر اون یه شخص بی سوادی مثل همه ایرانیای دیگه یک باورهای مذهبی و دینی داشته. مذهب و دین رو هم از یه دوستی خواستم توضیح بدم، خانم مینو ثقفی این لطفو کرده، امیدوارم به زودی فرصتی بشه چند دقیقه به طور مفصل در این مورد صحبت کنیم. خیلی از ماها تفاوت دین و مذهب رو نمیدونیم و هر مذهبی رو فکر میکنیم دینداره، هر دینداری رو فکر کنیم مذهبیه و باز نفهمیدم کجا به کجاست، نقل کجاست. میگی به فرمان سردار سپه که آقای رضا شاه بوده، به فرمان سردار سپه که مقرر شد که وعاظ روحانی در کلیه قسمت‌های قشون با وعظ و خطابه در راه تحکیم مبانی دینی و تعالیم اخلاقی به افراد قشون هر گونه اقدامی که لازم است مبذول دارم. یعنی در ارتش ایشون گفته درس مذهبی بدید. دوست گرامی، تهیه کننده این اطلاعات در گاهنامه شاهنشاهی آقای شجاع الدین شفا، رئیس کتابخانه دربار شاهنشاهی و مبتکر تاریخ شاهنشاهی و جشن‌های 2500 ساله و لقب آریامه و ضمناً بیشتر خطابه‌های شاهنشاه را ایشان می‌نوشتند. در آن زمان ملاهای بی سواد در مساجد مختلف که حتی تا سال 1357 تنها محل تجمع مردم و داشتن دسترسی به توالت عمومی و حوض آبی که مردم فرودست و کسبه و بازاریان آبی به صورت خود بزنن بودند، به حد کافی مزخرفات دینی را دائما به خورد مردم عامی و بی سواد می دادن. دیگر نیازی نبود که سردار سپه که بهتر از هر کسی می دانستن مردم ایران وطن شناس نبوده و حفظ وطن برایشان بیمعنی و کلمه ناآشنا بود، چون برای اکثر ما ایرانی ها حتی در قرن 21 وطن محلی بود که در آن متولد شده و با پدران بی سوادتر از خودمان ظاهرا زندگی می کردیم، چنان که بعد از گذشت 2500 سال یک نفر کرد، آذری، لور، بلوچ، ترکمن، بختیاری و قشقایی که قرنهای طولانی پدرانش در آن سرزمین به دنیا آمده و زندگی کرده و مرده اند دم از جدایی می زند. چرا سردار سپه اقدامی برای ترویج وطن دوستی، وطن پرستی و مام وطن ننمود؟
و دستوری صادر ننمود که مردان صالح و وطن دوست در مراکز قشون حاضر شده و درباره وطن دوستی و حفظ وطن که از وظایف اولیه هر فرد نظامی است صحبت کنند. در طول سالهایی که در ارتش بودم، اینا تیمسار آریانپور میگه، به من نوعی حفظ وطن را یاد ندادند که در شهریور 1320 و بهمن 1357 با تسلیم بدون قید و شرط خود به دشمنان خارجی و خارجی و داخلی شدند، که این خود داستانی است اسفناک و طولانی. در مقابل خرابی دارالفنون من، شما را دعوت می‌کنم که به دانشگاه اولترا مدرنی که در قم برای طلبه‌های مفتخور ساختن نگاهی بیندازید. ضمناً باز برمیگردیم، اونایی که فکر میکنن دانشگاه را آقای رضا شاه درست کرده و اینها، برید نگاه کنید ببینید دانشگاه جندی شاپور اینها از چند سال قبل از اینکه اصلا رضا شاه دنیا بیاد بوده و دیگران میمدن. ضمناً اونایی که فکر میکنن فرستادن دانشجوها به خارج در زمان رضا شاه شروع شده، برید ببینید این رو کی امیر کبیر گفته بوده و دیگران. دوستان، دست از این کل خشکیتون وردارید، قبول کنید که اشتباه کردن، اونها هم انسان بودن. وقتی بگی آقا اشتباه کرد، انسان بود، رفت، اون رو میذاری راحت، حالا که دیگه مرده بنده خدا در قبرش آسوده باشه، بعد میای میگی چون این اشتباه کردن من امروز اینجا هستم، من اشتباه کردم لاستیک ماشینم رو عوض نکردم، امروز توی سرما توی گرما ماشینم لاستیکش ترکید، تنبل بودم دفعه قبل لاستیک زاپاس رو پنچرگیری نکردم، اینجوری حالا چه کار کنم؟ از این وسایلی که دارم، تلفنی که دارم، پرچمی که دارم، آتیشی که دارم، این خودم رو از این مهلکه نجات بدم. و الا لاستیکا پاره شده، وایسادیم، هی بگیم رضا شاه اینجوری، من بگم اونجوری، تو بگی اونجوری، من بگم اینجوری، خانم نایر بگه که نه شاه اشتباه نکرد خدا بود، آقای فرهاد پارسی بگه نه کوروش خدا بود، دوتاشون هم مردن، منم اینجا شدم بی خدا. اولین تو سری در سال 2014. آقای سوربی، با درود، این دو قانون ساخت دست بشر در عین اینکه در پاره از موارد با یک دیگر اینو خانم مینو ثقفی لطف کردن درباره دین و مذهب برای من فرستادن، ممنونم، با تعارضات داخلی هم روبرو هستند. دین برگشت به آیین ابراهیمی است. پاسخ به این مسئله چندان تاریک نیست، ولی بیانش کمی مشکل است و نمی شود با رعایت اختصار چیز قابل فهمی تقدیم کرد. دین اگر از واژه دوان یا دان یا دوانا پهلوی گرفته شود، به معنای وجدان، قوای بهینه ما و ما را راهنمایی می کند و ریشه خارجی دارد و درونی و الهامیتی ندارد، پس بیرونی است، از معلم، استاد و یا به ذم اینکه مدرسه ندیده اند پیامبر بیاموزیم. مذهب راه و روش و بیرونی است، یا از واژه عربی و احتمالاً به فرقه ها متصل است و خصوصی می شود و اشاره به ادیان است. ایشون گفته که من 5 صفحه نوشتم ولی بعد دیدم طولانی میشه و برای برنامه فایده نداره، ولی برنامه‌های طولانی رو میتونیم به صورت گفت و شنود، مصاحبه در بیاریم و در موردش صحبت کنیم. این هم از این. و اما خانم الهه قوامپور، اسمش رو توی گوگل بزنید، توی یوتیوب بزنید، ویدیوهای بسیار زیادی دارن. امروز یک ویدیوی برای من فرستادن که با یک خانم روانشناس صحبت کردم، قبلا هم اون رو گذاشته بودیم، سعی میکنم از امروز تا سه‌شنبه هفتم اون رو براتون بذارم و امیدوارم که ایشون هم برنامه‌های مرتبی رو شروع کنم. ولی اولین برنامه در امسال، در سال 2014، با خانم الهه قوامپور، 7 ژانویه، 2 بعد از ظهر به وقت نیویورک که میشه سه‌شنبه، با شما خواهیم بود. این هم ماجرای دوستی‌های اینترنتی و سوء استفاده‌ها رو به یکی از دوستام قول دادم براش بگم، چون با کسی آشنا شده و ممکنه مسافرتی کنه و حتی به ازدواج بیانجامه. بهش گفتم که مطمئن باش که با اینها با اسکایپ صحبت می‌کنی، تازه با همون اسکایپ هم که صحبت می‌کنی، اگر طرف میگه آقا من دختر هستم، زن هستم، 30 سالمه، واقعا دختر باشه، زن باشه، 30 سالش باشه، دروغت نگفته باشه، بعدن اینجوری نباشه، بعد یه مدت
که با هم دوست شدید و قرار گذاشتید و قرار شد برید یک کشوری همدیگر رو ببینی، بگه همین دیروز بابام از بانک داشت پول میگرفت بیاد که بده ویزا و پاسپورت من، یه پدر سوخته اومد زد پولشو برد و اینها، شما یو فیل ساری، براش احساس بدی میکنید، میگید خب حالا اب نداره، من ماشینمو میفروشم برای تو پول میفرستم، خیلی هم ناراحتم، بابا طوریش نشد، اصلا نه بابایی وجود داره نه این آقایه دختر 30 ساله است، و شما این وسط 5000 یورو 10000 یورو 20000 یورو از دست دادید. هر قدم که فکر کنید زرنگ هستید و اینها، اونها کلاشا سوء استفاده کننده ها همیشه یکی دو قدم از من و شما جلوتر هستن. دیگه من و شما که از بانک و تارگت و کردیت کارت و اینها جلوتر نیستیم. ببینید اینها چه سوء استفاده های از اینا میکنن. این ماجرای نیجریه و اینها که راه افتاده بود، هی چپ و راست چک های میمد. ببینید من الان اینجا یکیش به شما نشون میدم، برای من نوشته شما 67000 دلار پول داری و هر جور میخوای خرجش کن. این اگه شما رفتی اینو گذاشتی تو حسابت، بانک بعدن مثلا این برات 67000 دلار فرستاده، گفته که اوکی 2000 دلارش وردار، 65000 دلار برای من بفرست. شما میری 65000 دلار چک میدی به او، نمیدونم چیز میکنی، خلاصه شما مسئول هستی. و من خیلی متعجبم که بانک هنوز نتونسته اینها رو بگیره و نسق بکشه و یه جوری باشه که اینها این سوء استفاده ها رو نکنن. در هر صورت درباره این دوستی های اینترنتی، خب دیگه الان زمان پیش رفته، به جای اینکه یه نفر با اون معرفی کنه بگه آقا یک خانمی هست، دختر مجردی هست، تنها هست، یا شوهر داشته جدا شده، خانم خوبی به نظر میرسه، شما هم اگه دنبال زن میگردی برو با این ازدواج کن، چون دیگه این وقت ها نیست و اینها، دوستان از طریق اینترنت میرن همدیگر رو پیدا میکنن. این اینترنت این مشکلات هست. مثلا خود آقای کاووسی به تمام این دوستانی که باهاش در تماس هستن هی میگه که شما عکس خودت رو بذار، که اونم من نمیدونم، برفرض یه عکسی رو از یه اسم دیگه برداشت آورد، شما از کجا میفهمید که این اونه؟ مثلا به بهار آزادی گفته شما زن نیستی مرد هستی، اگه هستی عکس خودتو بذار. خب من اگر بهار آزادی بودم و مرد بودم و دروغ میگفتم، میرفتم روی صفحه ایرانی یه عکس ایرانی رو میگرفتم میبردم میشستم اونجا میگفتم منم. خب حالا چی؟ اگر میخواین کاری بکنید، باید روی اسکایپ بگید آقا بیا ریل تایم تو منو ببین، منم تو رو ببینم. اون کسی که میخواد آگهی ازدواج بذاره، عکس 20 سال پیش 30 سال پیش رو میذاره، شما بگو من امروز میخوام صحبت کنم باهات، میخوام ببینم قیافت چجوریه، قدت چقدره، بلند شو وایسا بغل یه چیزی که من میبینم، قدت چقدره، قیافت چجوریه، اینجوری. و یادتون باشه پول ندید. البته این باعث میشه که اگه بیچاره ای هم واقعا راست بگه، با حسن نیت رفته باشه یه کاری انجام بده، اتفاقی براش افتاده باشه، پدرش مریض شده باشه، مادرش مریض شده باشه، احتیاج به پول پیدا کنن، اون وقت اونها میرن جزء اینایی که شما فکر کنید میخواد سوء استفاده کنید. چه باید کرد؟ من نمیدونم، شما میدونید راه حلشو، بیان به دیگران هم بگی. بذار ببینیم که آقای قاتل دکتر بختیار، بختیاری نبود، عذر میخوام بویرحمدی بود. خب من که وارد نیستم اینا رو نمیفهمم، ولی این بویرحمدی ها ما یه سرهنگی داشتیم، اسم فامیلش هم سرهنگ احمدی بود و یادش بخیر، فکر کنم دیگه با اون سن سال الان فوت شده باشه. واقعا مرد نیکی بود، توی پادگان خرم‌آباد تیپ 77 و این لباسی رو که ارتش بهش میداد میپوشید، میدونید چه لباسای افتضاحی میدادن، کلاهی رو که ارتش میداد میذاشت سرش. باور کنید از دور که میومد شما فکر کردید این یک گروبانی هست، سرباز صفر چیزی هست، و خیلی مخالفت میکرد تو ارتش با اون به اصطلاح اشکالاتی که وجود داشت و اینها. نمیدونم، درصد ممنونم از دوستی که میگه که قاتل دکتر بختیار بختیاری نبود، بویرحمدی بود، فریدون بویرحمدی که اصلا لور نیستن. ای وای دیگه خیلی بد شد. در زمان صفویه شاه عباس آنها را در منطقه یاسوج برای سرکوبی لورها آنجا سکونت داد و اینها. خب اینها رو شماها که واردید باید بیان بگید در مورد خدا در میهاردین با
که توضیح خواهم داد. اوکی مرسی. میگن در آینده در مورد خدا و کوروش و اینها هم توضیح خواهند داد. باز هم ممنونم از دوستانی که برای من سال خوبی را آرزو کردن. من هم برای شما سال خوبی را آرزو میکنم و پیامایی که میفرستید همین امروز پیام 36 میرم ما گرفتیم از شماره تلفن 949 که فقط 4 ثانیه از پیام نگذاشتن، یه پیام دیگه 3 ثانیه، پیام دیگه 23 ثانیه. من روزانه اینجا حداقل 40 50 تا پیام میگیرم که حرف زدن، 70 80 تا کال که زنگ زدن و میزنیم و نگاه میکنیم و میبینیم پیامی بوده یا نبوده. اجازه بدید همینجا از شماها خداحافظی کنم، شما رو دعوت کنم به دیدن برنامه آقای بابک هروی امروز چهارشنبه اول ژانویه 2014 است و جمعه به احتمال 99% با برنامه های کانون آبا ساعت 12 برنامه رو شروع میکنیم. باز 2 بعد از ظهر من با شما خواهم بود، سوربی با مردم. شما اون سهم خودتون رو که مردم هست بیان استفاده کنید، صحبت کنید، نظر بدید و به اندازه خودتون هم اینجا میگن چیپ این، یعنی سهمتون رو پرداخت کنید. ما باید یاد بگیریم سهممون رو پرداخت کنیم، مفتخور نباشیم. ما یکی از بدبختیامون مفتخور بودنمون هست که به این روز انداخته شده و به اینجا رسیدیم. روز و روزگار بر شما عزیزان خوش، به امید اینکه سال 2014 روزهای بهتری و آینده روشنتری باشه تا بتونیم این سال رو بهتر از اینکه شروع کردیم به پایان برسونیم. باز هم از شما ممنونم که پای صحبتهای من نشستید. مرسی. مشکلی اگه دیدید با ما به صورت پرسش سوال کنید، نظری داشتید در میون بذارید، خوشحال میشیم که استفاده کنیم از نظرات شما. روز روزگار بر شما عزیزان خوش. مرسی.